بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه هفتم ماه ژانویه سال 2015 میلادی و برابر است با 17 دی ماه 1393. قبل از برنامه داشتم با خودم فکر میکردم که واقعا دنیا به کجا داره میره و چگونه عوض شده با سرعت. هرچی هم ما تلاش میکنیم که خودمون رو تطبیق بدیم باز یه جورایی نمیرسیم. دیروز بود که یک حمله‌ای شده بود در یه پادگانی توی تگزاس و من میخواستم امروز درباره اون صحبت کنم، استفاده از اسلحه و خشونت و اینها، که امروز صبح که شروع کردیم با خبر تیراندازی و کشت و کشتار در دفتر مجله یکی از مجله های فکاهی فرانسه به اصطلاح صبحمون رو شروع کردیم و تا اون موقعی که من گوش دادم 12 نفر کشته، چندین نفر زخمی و تقریبا میشه گفت تمام کشورهای دنیا هم این کار رو محکوم کردن، حتی کشورهای عربی. حالا ببینیم که ایران هم به اصطلاح مسئولینش جون میکنن حرفی بزنن یا اونها وای میسن تا به اصطلاح با سکوتشون این کار رو تایید کنن. این مجله که اسمش هم اینجا دارم، شارلی ابدو یا هم چیزی، چندین سال پیش نقاشی های کرده بود راجع به حضرت محمد، اون رو لخت کشیده بوده و شوخی کرده بوده و اینها. بعد 2-3 سال پیش دوباره اینها، و خیلی جالبه که توی فرانسه که مهد آزادی هست، مسلمون ها اجازه میخواستن بگیرن که راهپیمایی کنن و اعتراض به این کار بهشون اجازه ندادن، تا اینکه امروز این تندروها با ماسک و اینها آمدن اونجا، زدن اینها رو، کشتن بیچاره ها رو، بعدم فرار کردن. نمیدونه آدم که چی میشه، یعنی اینکه شما به مردم سخت بگیرید اینجوری میشه، یا خود این تروریست ها و اینها حاصل سالها کارهایی که شماها کردید توی کشورهای دیگه. یه نفر زیر اون خبری که من نوشته بودم نوشته بود بهتر این فرانسه همونه که خمینی رو انداخت به جون ما، حالا بذار تروریست ها بیفتن به جونش. نه، اینجوری کار نمیکنه دوست عزیز. اون موقع هم خمینی تروریست نبود، اون موقع خمینی یه نفر بود که به اصطلاح صدا و ندای آزادخواهی رو بلند کرده بود و به این وسیله فرانسه هم بهش جا داد و کشورهای دیگه هم بهش بلندگو دادن و به اونجا رسید. وقتی رسید به اونجا دید یه مملکت بی در و دروازه است و من و شما از شاه و سلطان خیلی خوشمون میاد. این گفت خب من چرا امام باشم، میام شاه باشم، سلطان باشم که بتونم همه کارم انجام بدم. و تا اون 10 سالی که زنده بود هر کاری تونست کرد، بعدش هم که هنوز نتایج آن هست و جای بسی تأسفه که آقای میر حسین موسوی یا حسین میر حسین، ایشون میگه که من دنبال اون 10 سال طلایی میگردم. و جوانها هم، اتفاقا من با یه جوانی از ایران صحبت میکردم، گفتم آخه شما چرا میرید دنبال این؟ بعد گفت برای که این منظورش اون نیست، اونه. گفتم خب جونش بالا میاد منظور اصلیشو بگه که آدم بفهمه. اونی که تازه آمد و گفت منظورش چی بود بعدن چگونه عوضش کرد، اینی که شما تازه میگی منظورش هم این نیست و بعدم بهتون میگه من که گفتم که من دنبال اون 10 سال. برید آقا، برید دنبال یه آدم بگردید. سقوط قیمت نفت که میگن عرضه و تقاضا هست که این قیمت رو معین میکنه، ولی از طرف اونهایی که کارشناسان نفتی هستن میگن که نه، این جنگ ایران و عربستان و آمریکا و اسرائیل هست که به اصطلاح اینها دارن به این وسیله با نفت بازی میکنن تا همدیگر از میدون بیرون ببرن. و اوپک هم این وسط نتونسته بود که برای کاهش تولید به اصطلاح به نتیجه برسه و به اینها بگه، که همون موقع هم وقتی میگفتن یواشکی طرف میره اون پشت
تولیدش زیاد میکرد و میفروخت و اینها، در هر صورت هی ارزون تر میشه، هی برای که اینها همون پول رو در بیارن بیشتر میفروشن. از اون بر خب دقیقا درسته دیگه، وقتی که تولید یا عرضه زیاد باشه از اون ور هی تقاضا کم میشه و قیمت هم میاد پایین تر. و اما دیروز چند تا اتفاق جالب اینجا افتاد. دوستانی که برنامه رو میبینن لطف کنن بگن که صدا و تصویر ما چگونه است. آقای عزیز اوکی، اول بگو صدا و تصویر چگونه است، بعدن بگو مال جورج میسون رو بخون. چشم. دیروز میدونید که اینجا مجلس یا مجلسین، مجلس نمایندگان یا همون مجلس شورای ملیشون و مجلس سنا، اینها تعطیلیشون خیلی زیاده. دلیلش هم اینه که میگن خب اینا به خاطر اینکه از استانهای خودشون، از شهرهای خودشون میان و توی واشنگتن زندگی میکنن، خب گهگاهی باید چند هفته تعطیلی بگیرن و برن به زن و بچه برسن، یعنی حقیقتا از دوست دختر و از این کارمندایی که توی آفیسشون هست و اینها جدا باشن، برن پهلو زن و بچه‌شون. ماجرا اینه که وقتی که سال گذشته، سال 2014 انتخابات مجلس شد و نتیجهش این شد که دوتا مجلس نمایندگان و مجلس سنا هر دو ریپابلیکن یا جمهوری خواهان انتخاب شدن، خب اینها نمیان توی مجلس تا دیروز سه‌شنبه. اولا سوال اینه که چرا دوشنبه نمیای سر کار؟ دیگه از معلم ها که دیگه شما چیستن نیستین، معلم ها دوشنبه برگشتن مدرسه. در هر صورت این آقایون و خانم ها، خانم ها و آقایون هلک 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 سه‌شنبه خواستن بیان سر کار. اینم اینجا یه برف چند اینچی زد تا 12 نرسیدن مجلس رو باز کنن. شما ببینید اگه یه مغازه‌داری یه روز که برف میاد این نیاد به مشتریاش چی بده، فردا مردم دیگه نمیرن از اون چی بخرن. خلاصه 12 که آمدن وایسادن قسم دادن و قسم خوردن و اونایی که جدید هستن و اینها، و این وسط هم آقای جو بایدن طبق معمول نظر دوربین ها و خبرنگار ها رو به خودش جلب کرد. آدم با مزه‌ای هست، آدم شوخی هست. من گفتم یه دفعه من ایشون رو در منزل آقای نمازی در نیویورک دیدم. اون موقع بود که میخواست پول جمع کنه برای اینکه خودش رئیس جمهور بشه، موقعی که قبل از انتخابات اوباما. بعد چندین بار هم در واشنگتن دیدم، چون اون موقع خودش نماینده مجلس سنا بود دیگه، سناتوره، سناتور دلاور هست اگه اشتباه نکنم. بعد همون جز با قطار هم میرفتیم. بعد یه دفعه توی پرزیدنشال دینر من دیدمش، دید که من وایستادم منتظر اون کسی که آبجو میفروشه و مشروب میفروشه و اینها، آمد. فکر کنم خودش هم میخواست یه مشروبی بگیره. گفت که اینجا چرا وایستادی؟ چرا کار نمیکنی؟ با خنده. گفتم کارم تموم شده، من دیگه ساعت 10 کارم تموم شده، من از 4 تا 6 کار کردم. و گفت حالا وایستادی اینجا میخوای مشروب بخوری؟ گفتم آره. گفت کجاست بارتنده؟ گفتم نمیدونم. گفت اوکی، شما چون خوب کار کردی همیشه شماها برای ما خدمت میکنین، حالا من به تو خدمت میکنم. I will serve you. گفتیم اوکی. رفت اون پشت گفت چی میخوری؟ گفتم آبجو. یک کم نگاه کرد، گفتم اونو میخوام. داد باز کرد و داد و اینها، برای خودش هم یه مشروب نمیدونم جین اند تانیک بود چی ریخت و رفت. آدم بسیار خوبیه. اینها اون چیزی هن که ما با این امید و آرزو تو مغزمون بود آمریکا. ولی سوال اینه که مینا خانم خیلی ممنون، میگه که چشم، مینا میگه که صدا و تصویر خوبه و بیشتر از قضیه کشتار کارتونیست ها در فرانسه صحبت نمایید. آیا صرف کشیدن کارتون پیامبر توجیه مناسبی برای قتل این کارتونیست هاست؟ نه اصلا. اونها حتی مسجد فرانسه هم اون آقای آخوندشون امامشون گفته که این کار درست نیست و اصلا مسلمان ها نباید این کار کنن و این کار غلطی هست. ولی بیشتر صحبت میکنیم حالا با همین کاری که اینا کردن و غلط هست، در هر صورت تأثیرشو میذاره. خود شما تصور کن همسرت، فرزندت، برادرت توی این نشریه کار کنه. اولا ببین خیلی هاشون دیگه برمیگردن اونجا کار کنن.
دوما اگه برگرده حالا دیگه اون نقاشی هایی که قبلا میکشیده میکشه، یا به قول آمریکایی‌ها دوبار فکر میکنه. در هر صورت اینم از این. داشتیم راجع به آمریکا صحبت میکردیم. آمریکا وقتی من صحبت میکنم، اون داداشای من که زودتر اومدن اینجا میگن نه بابا آمریکا اون موقع، اونایی که از اونها زودتر اومدن میگن آمریکا اون موقع. به نظر میرسه این آمریکا هم که خوب بوده، دلیلش این بوده که جوون بوده، حالا که داره پیر میشه این مشکلاتش میاد بیرون. یه نفر توی بحث خیلی خوبی توی مجلسی میگفت آمریکا اگر از نظر اقتصادی میدیدید قوی هست، دلیلش برای این بوده که سالهای سال اینها من پاور یعنی نیروی کار مجانی استفاده میکردن. بعدن که قرار شد به اینها حقوق بدن، پول بدن، اینها میبینید که با مشکل و همیشه مشکلات داره بیشتر و بیشتر میشه. امیدواریم که یه نفر بتونه حل کنه. و اما دیروز باز اینجا چون مجلس باز شد و اینها همزمان بود با اینکه فرماندار، من همیشه میگفتم استاندار، البته اینا حقیقتا شاه هستن. اگر ما بگیم که رئیس جمهور آمریکا شاه شاهان هست، این فرماندارا یا استاندارهای ایالتهای مختلف، اینها شاه اون مملکت ها هستن. بعد این میشه شاه شاهان، اونا تصمیم میگیرن لوکالی، این تصمیم میگیره برای فدرال، برای همه اینهایی که با هم فدریشن، با هم یونایتد شدن، با هم یکی شدن. در دادگاه ریچموند که پایتخت ویرجینیا هست، مرکز ویرجینیا هست، دادگاه قرار بود که متهم محکوم شده بود. متهم کی بود؟ شاه قبلی ویرجینیا، فرماندار قبلی ویرجینیا، آقای مکدونالد. آدم خیلی خوبی هم بودی بیچاره، و محاکمش کردن در دادگاه و اینها. میدونید اینجا اول شما، اول که آزادی، بعد متهمی، به شما تهمت این میزنن که این جرم شما مرتکب شدی، بعد دادگاه تشکیل میدن. اگر در دادگاه محکوم شدی، اون وقت مجرم شناخته میشی، بعد مجرم که شناخته شدی در ازای جرمت بهت پانیشمنت میدن، یعنی مجازات میدن. به ایشون گفتودن 6 تا 10 سال، ولی دیروز 400 تا نامه و اینها مردم مختلف نوشته بودن، یا دیگه خب پولدار دیگه رفته بود جمع کرده بود آورده بود و داده بود به دادگاه. قاضی هم که اونجا بود، خب بالاخره با هم سر و سری داشتن، همین قاضی اون موقع هم که این مثلا نماینده فرموندار بوده، بالاخره چیک تو چیک بودن و سرشون توی آخور بوده. خلاصه قاضی اون رو تقلیل داد به 2 سال. تازه حالا میگن 2 سالم، حالا وکیلش دوباره میاد میگه آقا به جای این 2 سال بگو آقا بیاد تو خیابون جارو کنه، بره نمیدونم تو فلان کلیسا کار کنه، بره تو فلان خانه سالمندان و اینها. خلاصه خیلی ها توی ویرجینیا ناراحت بودن، و حتی توی تلویزیون که نشون میداد، یکی از خانمایی که اونجا جزو هیئت منصفه بوده گفت اینها ما رو مسخره کردن، یا خودشون من رو آوردن اینجا نمیدونم چندین ماه چندین هفته مسخره کردن، از اول اینا میخواستن به این بذارن بره. و البته خود من هم مثلا میگفتم که این بنده خدا اینقدر کارهای خوب کرده برای ویرجینیا، باید به قول اینها میگن اسلب آندن، یه دست اینجوری بزنن پشت دستی جریمش کنن. ولی بعدن به اینجا میرسیم که خب اگه اینجوری گفتن، نفر بعدی هر چی دلش خواست میدوزه و میبره، میگه ماکسیمومش یه پشت دستی به من میزنه. حالا اگه همینجا بگیم اینو که میندازن زندان، دیگران از این درسی میگیرن، اون وقت فلسفه اونایی که میگن خب ما اینم اعدام میکنیم که دیگران درس بگیرن، با اون چه کار کنیم؟ عجب ما آدمایی هستیم. واقعا اونی که گفته خدا وقتی ما رو ساخت گفته فتبارک الله احسن الخالقین، اولا خدا اون موقع عربی صحبت کرده، یک. دوما مطمئنی، من یه فیلم رو گذاشتم رو فیسبوک، اگر فیسبوک ندارید نصف عمرتون تلف شده، برید حتما بگیرید تا مثل ما تمام عمرتون تلف بشه، نه دیگه خواب داریم نه آسایش داریم. البته من اکسدام اینجوری، من 3 شب درست نمیخوابم، بدنم یه سرمایی خورده، من به زور هی بهش میگم نه آقا
آقای سوربی شما مریض نمیشی، اختیار داری، حرفا چیه؟ شما جوونی، یادت نیست جوون که بودی روزی نمیدونم 20 ساعت کار میکردی، 18 ساعت کار میکرد، اصلا خواب احتیاج نداشتی؟ هی گول خودم میزنم، هی بدنم هم میگه یه کاری نکن بندازم تا باز پررویی میکنی. همه الان که دارم با شما صحبت میکنم آب گرم و عسل و آب لیمو دارم مینوشم به سلامتی شما. اگه میخوای قدرت مغز بفهمی، الان من تا گفتم عسل دهن شما شیرین شد، تا گفتم آب لیمو دهنتون ترش شد. این قدرت مغز. و اما مجلس این باز شد، آقای مکدونالد قرار فوریه بره دو سال زندان فدرال و یک نماینده هم مال شهر یا استاتن آیلند، اون وقت که تو کار تلویزیون ماهواره‌ای بودم این اسم استاتن آیلند زیاد میشنیدیم، چون اون ساتلایت چیز اونجا بود، نمیدونم دیگه اسمشون هم یادم رفته، هی هر روز زنگ میزدم میگو ارتباطمون با استاتن قطع شده، ارتباطمون وصل شده. یه آقایی بود معلوم بود اصلا این آدمه آدم لاعبدی، یعنی آدم قانونمندی نیست، اوتلا بود. اوتلا یعنی اینایی که لات و جرنبر و قانون شکنه. حتی توی مجلس یه روزی یه خبرنگار جوونی ازش یه سوالی کرد که آقا درباره اون پرونده ای که توی نیوجرسی و نمیدونم اونجا هست الان شما چه کار میکنی؟ برگشت فکر کرد دوربین خاموشه، بهش گفت ببین دیگه از این سوالا کنی از این بالا میندازمت پایینا که نمیدونم تیک تیکه بشی فلان اینها. بعدم عذرخواهی کرد، ولی ایشون هم بالاخره دیروز قرار شده بره زندان. و خیلی جالبه گفته دیگه حالا من با مجبورم استعفا بدم چون نمیتونم چیز کنم. بعد همین میگفتن برای که باید بری زندان نمیتونی نماینده مجلس باشی، تازه تو زندان نماینده مجلس باشی که بهتره، 24 ساعت در شبان روز وقت داری، اقلا اونجا کار کن، چون از لحاظ کار کردن این نمایندگان مجلس و اینا واقعا کاراییشون با راندمانشون بازدهیشون دیگه داره میرسه به صفر و خیلی اوضاع بده. پس فرماندار قبلی ویرجینیا 2 سال زندان فدرال، نماینده استاتون آیلند هم استعفا هم زندان. و اما 100 روز گذشت از انتخابات و رئیس جمهور شدن آقای دکتر اشرف غنی که دیدیم ماجراهایی بود توی افغانستان و اینها. بعد آقای جان کری رفت اونجا گفت بابا حالا این رئیس جمهوری چیه که شما اینقدر سر و دست براش میشکنید، رئیس جمهور یک کشور بدبخت، و اینجوری که از فردام که میشید همه میخوان بکشنتون، از فردام همه فامیلتون دوز میشه، حالا بیان دوتاتون با هم بدوزدید و ببرید و بخورید. و آقای عبدالله عبدالله و ایشون دولت ملی، بله فکر کنم دولت وحدت ملی رو قرار بوده تشکیل بدن، چون دولت شما اگه کابینت نباشه میشه علی میمونه و حوزش، میشه مثل شاهنشاهی دوستان پهلوی، اینجا نه شاه داریم نه شازده داریم نه مأمور داریم نه چیز داریم، همینجوری میگن سلطنت و فلان. این بعد از 100 روز هنوز کابینه خودش رو تشکیل نداده و وضع افغانستان وضع خوبی نیست. و حتی وقتی که آمریکا گفت آقا دیگه بسمونه از اونجا میخوایم بیان بیرون، این آقای اشرف غنی که محصول آمریکا هم هست، جالب نیست که وقتی که اینا میگن ما دموکراسی دادیم به شما، آدم تو مملکت پیدا نمیشه، هی باید از اینجا آقای کارزایی که رستوران داشته ببرن اونجا، آقای دکتر غنی که اینجا بوده بره اونجا، خود عبدالله عبدالله که همش اینجا بوده بره اونجا. و مشکل کشورهای جهان سوم نداشتن آدمه، از این که هی ما بگیم ما تاریخ 7000 ساله داریم، اون بگیم ما تاریخ، آقا چین تاریخ 5000 ساله داره، ببین چجوری ملتش بدبختن، گرسنه هستن، دیکتاتور شکبی هست، حالا با وجود که میگن از لحاظ مالی اینقدر وضعشون خوبه، ولی ببینید هنوز چه موضوع. مکزیک 5000 سال، چند هزار سال اینا سابقه دارن، ببین چه کشوریه که هنوز ملتش باید فرار کنن، فرار نه، بیان قاچاقی اینجا، تازه به چه کارایی دست بزنن تا بتونه مثلا بچهش مدرسه بره و الی آخر. این هم از این ماجرا. دیروز چند نفر از شما دوستان لطف کردید زنگ زدید، منم اینجا بودم چون اینجا برف اومده بود، ما یکی از کارامونو
به اصطلاح پستپون کردن، به تعویق انداختن که بعدن هفته آینده بریم انجام بدیم. وقتی شد که ما بشینیم تلویزیون نگاه کنیم، تلویزیون که نگاه میکردیم هر کی هم تلفن زنگ میزد وقتی اینجا باشم جواب میدم. جواب دادم، چند نفر از دوستان گفتن که آقای مصطفی زاده قبلا هم این طرح خودگردانی رو صحبت کرده بودن و آیا شما فکر میکنید اگه شما بیاین توضیح بدید بعد ما سوال کنیم، خب ایشون نباشه پاسخ بده چه فایده؟ گفتم آره شما پرسش تو بپرس، چون آقای مصطفی زاده میگه این اصلا مثل حزب و مثل سازمانهای سیاسی و مثل ارتش نفرد بگیری و اینها نیست، یه نوع دیگه است. گفتم حالا شما صبر بده، اگرم احتیاج بود از آقای مصطفی زاده دعوت میکنیم چه از طریق تلفن چه از طریق ایمیل با من و شما در تماس باشه. نمیدونم چرا میگه نمیخوام با اسکایپ استفاده کنم و لابد اتفاقا خود آقای مصطفی زاده بود که ما گفت سالها پیش این سیستم اسکایپ و اینها رو ارتش آمریکا و دنیا استفاده میکردن، حالا در اختیار مردم گذاشتن تا ما خوشحال که مجانیه، ولی انگار که خودمون نوار صحبتمون رو ضبط میکنیم میبریم میدیم به اونها. یعنی اگه اون موقع بهتون گفته بودن با هر کی صحبت میکنی زنگ میزنی نوارش رو باید ضبط کنی بیاری به ما بده، میگفتی آقا این دیگه چه مملکتیه، عجب مملکت کوفتیه دیکتاتوریه، ولی الان خوشحال هی به همدیگه میگیم آقا با اسکایپ بزن با وایبر بزن، مجانیه، مجانی، پول نمیخواد بدی. که طرح خودگردانی ملی آقای ضیا مصطفی زاده از هلند از هفته آینده صحبت میکنیم. من چون چهارشنبه هفته آینده قرار هفته گذشته قرار بود با تیمسار امیر هوشنگ آریان پور باشیم و نشد، ایشون مشکلی براش پیش آمده بود، ما فکر کردیم که امروز چهارشنبه که اینم از دیروز تا حالا اینجا برف و یخبندون و جاده ها بسته و تصادف و اینها، خودتون اگه بزنید روی بزنید چیه جستجو کنید توی اینترنت میبینید که اینجا وضع خیلی خراب بود. حتی دیروز بعضی از چیزایی که مدرسه ها رو تعطیل نکرده بودن مورد شماتت قرار گرفتن که آقا باید تعطیل میکردید، این هم از این ماجرا. و بعضی از شما دوستان میگید که ویدیوی دوشنبه رو نمیتونید پیدا کنید. دوستان همونجا هست، چیزی که هست نوعش فرق کرده، همونجوری که گفتم این دوستمون ویدیو رو امبد کرده، امبد من نمیدونم به فارسی چی بگم، وقتی یه چیزی رو درون چیزی دید. مثلا خبرنگارا رو تو جنگ ویتنام آزاد خودش میرفته اونجا، بعدن که اینها اون تجربه ترخو داشتن گفتن نه این دفعه ما خبرنگارا رو هر کی میخواد بره از طریق پنتاگون امبد میکنیم با ارتش، یعنی باید داخل ارتش باشه که روش نظارتی باشه. حالا این دوستمون این کار کرده، من هم روی فیسبوک میذارم مینویسم، هم روی آرشیومون هست، شما میتونید برید اونجا ببینید. بذارید من اینو به شما نشون بدم. البته من یکی از برنامه هم این بود که کلن این صفحه های دیگر رو واقعا تعطیل کنم و فقط اجازه بدید این اول بیارم مردم تیوی و فقط همون یه صفحه داشته باشیم. نمیدونم این صفحه اصلی، اتاق بغلی، اتاق نشیمن، اتاق فلان، اینا رو برای چیه هی مردم از این صفحه به اون صفحه بچرخونیم؟ ولی اینا دیگه اینجوری بوده، بعض وقتا این پروگرامایی که کامپیوتر به اصطلاح نویسا استفاده میکنن، برنامه نویسا استفاده میکنن برای بیان این صفحه آرشیو ماست. ولی اگر بخواین ببینید، یا هنوز نیومد اینجا کامرای سه، بله این صفحه آرشیو ما هست، ولی شما اگر تو صفحه اصلی هستید دوستان ببینید اینجا من رو میبینید. اولا اگر تصویر ما رو نمیبینید به وسیله چیز، این پایین نوشتیم اگر در این صفحه قادر به تماشای تلویزیون مردم نیستید اینجا را کلیک کنید. این برای اونایی که از طریق آیپد و آیفون و اینها میبینن، فعلا برید ویدیوهای به اصطلاح آرشیومون رو ببینید تا بعد به زودی با کمک یکی از دوستان همونجوری که گفتم از تمام سیستم ها پخش میشه. دوباره من برگردم اینجا به شما این رو نشون بدم. دوستان نترسید، روی یک صفحه‌ای که میرید مطمئن هستید چند سال دارید میشنید باهاش کار میکنید، اینجا نوشته هوم، این بالا میبینید
هوم، صفحه اصلی. دومیش نوشته about یعنی درباره ما. سومیش نوشته آرشیو یا آرکایو یا بایگانی. من یه بار دیگه بهتون نشون بدم. از این صفحه شما میاین اینجا، اون وقتا وقتی رو عکس من میزدید شما رو این صفحه که میآورد اینجا به ترتیب برنامه ها بفرماد. این پنجم ژانویه. حالا وقتی میزنید اون موقع توی یوتیوب باز میشد، الان یوتیوب آورده گذاشته اینجا، میبینید؟ بفرماد حی حاضر. این حی حاضر همون alive and awake اینجا دیگه. در هر صورت داریوش دنبالش میگشت، گفتم بابا جون اینجاست، بعد گفت نه منظورم روی یوتیوبه. آها، حالا براتون یه چیزی هم من بهتون بگم، وقتی میاین اینجا، این چون یوتیوب هست همین زیر تصویر، همین جایی که ما میخوایم، این نشون نمیده. کوفتی واقعا که بعضی وقتا این کامپیوتر آدم دلش میخواد پرتش کنه از پنجره بیرون. ببینید، بله، اینجا شما وقتی میای رو این صفحه ماوستون رو گاهی وقتی موو بدید، نترسید. ببین اینجا تا میای رو این صدا ببر جلو، بلنگو خاموش کن، اینها اینجا نوشته یوتیوب، بزنی رو این که نوشته یوتیوب میبرت تو اون چیزی که شما از قبل دوست داشتید. حالا یه دلیلی که نمیدونم، من قبلا هم گفتم وقتی که امبد میکنی شمارش کار نمیکنه، مشکلای دیگه ای پیش میاد، طرف میگه تا میزنم روشن نمیشه، اینا رو یه مقداری کار کنید، بیشتر یاد بگیرید، باور کنید که ضرر نداره. این هم از این. و اما تو ایران میگه که قسم حضرت عباس باور کنم یا دم خروس. بعضی وقتا دم یه چیزی رو دیدن بد نیست. دم هواپیمایی رو که بیچاره ها 11 روز پیش با 160 نفر هواپیمای ایر آسیا ایژیا اینجا میگه ناپدید شده بود و همه فکر میکردن اینم یه داستانی مثل اون هواپیمای مالزی باز 10 ماه قبل 11 ماه قبل، ولی این بعد از 10 روز الان میگن دم هواپیما پیدا شده. به احتمال زیاد اون جعبه سیاه که اطلاعات رو هم میده درباره پرواز اینها به زودی پیدا میشه. تا کنون 40 تا جسد پیدا کردن، حالا یا رو آب اومده اونجا، و میگه توی اون منطقه جریان آب خیلی زیاده، یعنی با وجودی که دریا هست و اقیانوس هست و اینا، ما فکر کنیم فقط رودخونه ها حرکت میکنن، اقیانوس ساکنه، اینجوری نیست، اونجا جریان های مختلفی هست و میگه اینها خیلی از اون مسیر رفتن اون برور. خدا میدونه این جنازه ها به دست بیاد نیاد، به اصطلاح خوراک چیزای دریا بشه، چون وقتی تو آب نمک باشه به احتمال زیاد یه مقداری میمونه، ولی دیدیم که جاهایی که گرم هست بدن میگن تا 2-3 روز به اصطلاح شروع میکنه به خراب شدن. و اینها شما میدونستید گل بردن برای سر مزار و اینها از کی شروع شده؟ از موقعی که وقتی که میرفتن اونجا بوی مرده ها میومده، بوی مرده و اینها میومده، بعد از اونجا رسم میشه که گل میبرن و اینها، که این گل و اینها اون فضای متعفن رو درست کنه و اینها. حالا هم که دیگه اینها تمیز و کتشلوار میپوشن و یا ایران هم با کافور میشورن و اینها، باز اون مراسم گل بردن و اینها اجرا میشه. بعضی وقتا کارهایی رو انجام میدیم که نمیدونیم چرا. در این باره هم مثال های مختلفی هست، مثلا میگن یه میمونی میرفته مثلا موز ورداره، مثلا میگم میزدنش، دفعه دیگه موز اگه یکی دیگه هم میخواسته بره ورداره این بهش میگفته نه یا نمیرفته چون فکر میکرده میزننش، حالا دیگه اگه چوبی هم نبوده و اینا، یه از این مثال های تجربی اینا زیاد. و اما مینا خانم گفته درباره فرانسه و این کشت و کشتار صحبت کنی. چی بگی؟ گفت چه گویم که ناگفتنم بهتر است، زبان در قفا ماندنم بهتر است، از این انسان دوپای وحشی چی بگیم ما؟ چی داریم که بگیم؟ خبرهایی که داره پخش میکنه، میگه چند نفر رفتن، بعد تازه میگه اینجا به خاطر تهدیدهایی که شده بوده زیر نظر پلیس و حفاظت مامورا و اینها بوده، ولی نمیدونیم چرا امروز اونجا کسی نبوده و جای شلوغی هم هست و اینا، ولی میگه توی کوچه هست که تو اون کوچه خیلی رفت آمد نیست. حالا اینها وقتی میخوان بیان کسی رو بکشن مگر از
رفت و آمد و این چیزها مثلا وحشت دارن، میان تو روز روشن میزنن تق و تق میکشن، طرف از جون خودش گذشته، روزی که اسلحه میگیره دست میاد اونجا. حالا اینا هم خیلی خواستن رعایت کنن، لابد برنامه های بعدی دارن که ماسک زدن، و الا دیدید که میاد و داد میزنه و الله اکبر میگه و شعار خودش رو میگه. عین همین ماجرا توی آمریکا و توی جاهای دیگه هم بوده، مثلا کوکلوس کلانا میمدن ماسک میپوشیدن، بعدن دیگه اصلا انقدر پررو شدن ماسکشون هم ور میداشتن، حزب تشکیل دادن، توی اینترنت الان فعالیت میکنن. دنیا رو باید یک نیروی پیدا بشه درست کنه. اون نیرو کی باشه چی باشه، من به اونایی که خدا پرستم میگم امیدوارم خدای شما آدم خوبی باشه، خدای خوب باشه بتونه این کارو بکنه. یا خود ما که میگیم نیچر و طبیعت و اینها، ای کاش طبیعت بتونه یک کاری انجام بده که ما آدمها واقعا آدم بشیم. دیروز همین وقت داشتم برنامه ها رو میدیدم، خیلی دلم به حال آقای منصور اوسانلو سوخت که این همه زجر، این همه شکنجه و زندان و اینها، آقای اوسانلو شما کشیدی که از ایران بیای اینجا تو آمریکا، بری تو تلویزیون آریایی بشینی بگی ما ایرانی ها چنین هستیم و چنان بودی، نژاد پرستی کنی. دوست عزیز اگه شما میخواستی بگی یکی از دیگری بهتره، خب تو ایران راننده بودی، نماینده کارگرای اتوبوس واحد بودی، میگفتی آخونده از اونا بهترن، همونجا زندگی میکردی. یا آمدی اینجا میبینی آقا چه فایده داره برای آزادی، حالا میخوای خود اینا که دارن بسته میشن. اون زیرش نوشته کمبود پول در سال 2014 90,000 خورده. آقا شما یه بیزینس من نشون بده که یک سال کمبود اینجوری داشته باشه. البته تو ایران بانک، تو آمریکا بانک بودن که آقای اوباما آمد و پول داد و اینها. حالا امیدواریم بانک ها یه پولی هم بدن به آقای وطنخواه، ایشون هم این تلویزیون فوق‌العاده نجات پرستانه رو بتونه نگه داره. ولی هیچ کدوم از شما میبینید یا میشنوید که اینها برنامه‌ای داشته باشن؟ همش میان میگن ما چنین بودیم و چنان بودیم و میخوایم هم چنین باشیم. خب چجوری؟ هیچ کس نمیدونه. بله، دوم هواپیما پیدا شد، حتما به زودی هم جعبه سیاه پیدا میشه. تیراندازی در پاریس، حمله صبح که گوش میدادم گفت دو مرد، ولی بعدا معلوم شد حمله چند نفر بوده، مرد مسلح، به مجله فکاهی شارل یابدو. هر چه ریختند، آها خانم بهیه اجلا چیز بوده جیلانی نوشته بود که هر چه ریختند توی آششون، اتفاقا ایشون فرانسه از پاریسه، هر چه ریختند توی آششون حالا میاد توی قاشقشون. این یه ضرب المثله، شما نمیتونی یه چیز بد بریزی تو آش بعد انتظار داشته باشی که مزه خوب بده. اینها کارایی که خود اینها کردن. یاد ملتهای دیگه هم دادن چجوری هر وقت که دلتون خواست برید یه نفر رو ساسنت، یعنی بکشینش، بزنین بکشینش. آخه چرا میزنی میکشی؟ چرا اگه یه نفرم هست این عقیدش این فلانه کاری به کار شما نداره، نرو بزن بکشی. آقا بزن نقاشی بکشه، شما بشین نقاشی های خوب بکش، تعریف کن از حضرت نمیدونم پیغمبر و فلان بیسار و اینها. ولی این روش وقتی جا افتاد، طرف وقتی دید دستشو میذاره رو ماشه 20 نفر رو میندازه، میگه چرا وایسم با اینا کل کل کنم؟ یه اسلحه میخره 500-600 دلار، اینجا شما اسلحه 50 دلار میتونی بخری. 50 دلار با همه ای که میگن نمیدونم باید ریپورت کنی به پلیس و اینها، توی این گان شو موقعی که اسلحه نمایش میدن اینا، بعضی وقتا طرف میار روی میزی میذاره، میگی این اسلحه چند؟ میگه 50 دلار. اون یکی چند؟ 200 دلار. اون یکی 100 دلار. تو مملکتی که اینجوریه، زن شوهرش میکشه، شوهر زنش میکشه، شوهر زن و بچهش میکشه، کارمند پست میره کارمندای دیگه و رئیسش میکشه، هر کی یه نفر میخواد. من چند مدت پسرم یه شغلی داشت که وقتی که به اصطلاح اون بالا بالا میخواستن کسی رو فایر کنن، اخراج کنن، به این میگفتن. و اصلا یه دو بار ماشینش رو تو پارکینگ خط کشید بودن اینها، بعد خودش هم میدونست، بعدم میگو من با این بنده خدا خب احساس همدردی میکنم،
ولی وقتی از نیویورک به ما میگن که آقا بودجمون کمه و نمیدونم این خوبه این خوبه این خوبه این باید بره و اینم زیر دست من کار میکنه، خب من مجبورم بهش بدم. گفتیم با گورو پدر این شغل ولش کن، پول خوبی هم بهش میدادن. در هر صورت نمیدونم، من نمیدونم چه باید کرد چه باید گفت. مینا خانم شما میدونی؟ زنگ بزن پیام بذار یا بیا رو خط مهمون من باش، من نظر شما رو یا بنویسید من ایمیل شما رو در این رابطه میخونم. خب تیراندازی در تگزاس، حقیقتش میگم این خبر چون مثل که کشتم نشده بود کسی، یه نفر اسلحه داشته و اینها، این خبر آمد اون یکی رو کاور کرد پوشوند و دیگه چیز نشد. و اما مهمترین خبری که الان باز اون هم تحت شعاع این خبر تیراندازی اینها قرار گرفته، ماجرای سازمان ملل و حکومت خودگردان فلسطین و شکایت از اسرائیل هست. دوستانی که این آقای شاعر دوستمون بود، من اون دفعه باهاش صحبت کردم، آقای اسحاق اگه اشتباه نکنم، که من خیلی تعجب کردم، معمولا شاعرها یه روح لطیف و ظریف و آزادی خواهانه دارن، ولی ایشون میگفت شما نمیدونید اینا به ما موشک و بم میزنن. میگفتم آقا جواب چیز رو، ها شعرش هم نوشته بود که جواب کلوخنداز سنگ است. گفتم بابا این یه موشک میزنه بعضیاش اینجا میخوره، بعضیاش برمیگرد تو سر خودشون میخوره، بعضیا پیف روشن نمیشه، طرف میره نگاه کن چرا روشن نشه تو صورت خودش با لوله و اینا درست کن. شما اون موقع هنوز نگفته بودن که یه شیلی درست کردن. کار اسرائیل هم درست نی، اگه کارش درست بود از همین الان آقای نتانیاهو وحشت نمیکرد که نه 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 ما دادگاه‌های جنگی و جنایی نمیایم. چرا؟ میدونه که جنایت کرده تو اون ماجراها. اونایی که زنگ میزنید فحاشی میکنید با آقای اجلالی، آقای اجلالی میگه آقا من بچه دارم، برای بچه یه بیگناهی که اصلا نمیفهمه سیاست چیه، نمیفهمه اسرائیل چیه اون چیه، 1500 تا تو دو سه روز کشته شدن، دلم میسوزه. به این عنوان رفته یه شالی انداخته گردنش، حمایت میکنه از اونها. صحبت از شال شد، آسان ترین راه برای سرما نخوردن شال گردن هست و اینکه بینی خود را گرم نگه دارید. من یادم میاد من همیشه تو شیرازم سردی نمیشد، همیشه از شال گردن بدم میاد، فکر کنم میخوام خفه بشم. آمدیم آلمان، یک دو ماه اولی که گذشت ننداختیم، ولی دیدیم همه میندازن و دستکش و شالار هم اینجوری میپیچن دور دماغشون اینا. دیدیم نه، سیبیل هم داشتیم اونجا، میرفتیم پیاده برسیم به بانهوف و به نمیدونم ایستگاه قطار و اینها، سیبیلمون یخ میزد سفید میشد، بعدم دو سه روز یه بار مریض میشدیم. بعد گفتیم بابا شال میبستیم و قشنگم میچرخوندیم جلو دماغمون هم میگرفتیم. میگن اگر هیچی هم ندارید شما حتی یه دستمال اگه بگیرید جلو دماغتون، این هوایی که میره داخل دماغتون یه مقداری گرمتر میشه، چون بدن 100 و چقدر 90 و خورده 37 درجه سانتیگراد هست، وقتی که بیرون میشه 0، این 37 درجه اختلاف هر نفسی که میاد، اجازه بدین من ببینم این رو ما بفرمایید. دوست عزیز اگه صدای من رو میشنوید بفرمایید. خب ایشون میخواد پیام بزن، لطف کنید پیام بذارید، ما یه وقتم که جواب میدیم شما اینجوری هست. در هر صورت اون هوا وقتی میره داخل بدن گرم، شروع میکنه مثل یک لیوانی رو که از توی یخچال میارید بیرون عرق میکنه، مویسچر، شروع رطوبتش، این رطوبت میره توی ریه شما. یادتونه میگفتن طرف سینه پهلو کرده، اینجا چی بهش میگن؟ نمونیا اگه اشتباه نکنم. این میشه آب، میره توی ریه شما، اون وقت باید بری تو بیمارستان بخوابی، آب از ریه‌ت بیارن بیرون، بهت آنتیبیوتیک بدن و الی آخر. پس شما هم شال بندازین ایام زمستون و بینی خود را هم گرم نگه دارید. و اما اگر برف نیاد، یخبندون بدتر از این نشه، چهارشنبه هفته آینده با آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور خواهیم بود و
امروز چهارشنبه است، ساعت 4 بعد از ظهر با آقای عنایت مطلبی هستیم یا خواهیم بود از استرالیا، و ساعت 6 بعد از ظهر با آقای مینویی. من بعضی وقتا که میبینم بعد از برنامه آقای مطلبی یه ویدیویی رو گذاشتیم که زمانش جوری هست، حالا اگه بخوایم بریم برنامه آقای مینویی اینو باید قطع کنیم، برنامه آقای مینویی رو ضبط میکنم یکی دو ساعت بعد نشون میدم، چون ایشون الان برنامه هاش 50 دقیقه بیشتر نیست، تلفن هم خیلی جواب نمیده، هر کی هم زنگ بزنه بهش میگه آقا من 50 دقیقه برنامه دارم برو، و خودش بیشتر صحبت میکنه. در صورت برنامه خوبی داره و هفته پیش همین مثالایی که میگم توی برنامه‌اش زد، یا شاید توی برنامه، چون من برنامه دوشنبه‌ش هم نگاه میکنم از تلویزیون عصر امروز، یا کی بود دیروز داشتم نگاه میکردم، مثل که بازپخش بود. در هر صورت برنامه آقای پرویز مینویی هم ساعت 6 بعد از ظهر چهارشنبه ها، جمعه ساعت 12 کانون آوا برنامه دارن، و این هفته دو تا از اون بانوانی که قبلا هم باشون مصاحبه کردم، خانم سلطانی و خانم یادم رفت اسمشون، اجازه بدید عوضی نگم، اینها توی اون فیلمی هم که پر کردن صحبت کردن، و اگر سوالی دارید میتونید ازشون سوال کنید. بله، خانم بتول سلطانی و خانم زهرا معینی با شما خواهند بود، برنامه به صورت زنده است، و اگر سوالی چیزی دارید میتونید از طریق تلفن، فیسبوک، ایمیل، اسکایپ نه، چون دیشب برنامه آقای پرچونه بود، بهروز وقتی که با اسکایپ با مهموناش صحبت میکرد اون به اصطلاح تأخیر خیلی بد بود و مشکل بود، هی باید اینو میبست اونو باز میکرد و اینها. خلاصه من فکر میکنم بهترینش همین باشه، شما پیام بذارید، با ایمیل ارسال کنید، یا در فیسبوک بنویسید، یا مستقیما با خود کانون آوا، یا مستقیما با خود این دوستان. خیلی از اینها کانونای خودشون، سازمانای خودشون رو دارن. پس جمعه، بنابراین جمعه 12 ظهر به وقت واشنگتن با دوستان از کانون آوا هستیم، 2 بعد از ظهر سوربی با مردم، و 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد، و اما 5 بعد از ظهر آقای جاوید شاهافر. تا حالا 50-50 هستیم. دلیلش اینه که ایشون قرار شد که برنامه زنده داشته باشن تا پاسخگوی پرسش‌های شما باشن، ولی خیلی از شما گله کردید و ایشون میگه که شاید برگرده به همون روش قبلی، ویدیوهایی رو در استودیو دوستشون یا خودشون درست کنن و ارسال کنن ما پخش کنیم، شما اگه سوالی دارید با خودشون. هنوز من نمیدونم که برنامه جمعه به اصطلاح کانفرم هست یا نه. این کلمه کانفرم یعنی قطعی، تایید شده. اینجوریش تا امروز صبح هم، چون هم اختلاف ساعت خیلی زیادی داریم، اینجا وقتی 5 بعد از ظهر اونجا 9 صبح هست، یعنی چقدر 14 ساعت، یا از این وری حساب کنی 10 ساعت، در اصل خیلی اختلاف زمان هست، اینه که ما نتونستیم، و اینجا باید از ایشون عذرخواهی کنم. من روز شنبه شنبه با ایشون صحبت کرده بودم، گفته بودم که این ایمیل می‌نویسیم و اینها متوجه نمیشیم، دوشنبه بعد از برنامه آقای اجلالی با شما با اسکایپ صحبت میکنم، ضرب المثل داریم بوسه که پیغام نمیشه، و در حین برنامه آقای اجلالی اسکایپ آقای اجلالی خراب شد و ما مجبور شدیم عکس بذاریم و بعدش هم چیز کنیم، توتالی یعنی کلن من فراموش کردم، و هی اسکایپ خاموش روشن کردیم، اسکایپ من خاموش بوده، بنده خدا آقای جاوید شاهافر اونجا منتظر بوده که صحبت کنیم، و دیروز ایشون برای من نوشته بود، نوشتم که ببخشید و عذر میخوام، اشکال از اینجا بوده، و بعض وقتا دیگه خیلی چیز رو مغزم هست، فکر میکنم هنوزم مغزم اون مغز قدیمیه ولی نیست. خب، و اما روی فیسبوک بهتون گفتم که به همت این دوستمون این خبرها رو میذاریم و شما هم میتونید اونجا حتی از برنامه زودتر ببینید،
صفحه فیسبوک ما خیلی ساده است، همین مردم تیوی. ما چون خودمون تنبل هستیم سعی کردیم چیزها رو آسون و راحت کنیم برای شما. بفرمایید مردم تیوی، اینجوری وقتی میزنید می تایپ میکنید این بالا مردم تیوی، اینجا مردم تیوی میاد اینجا، اینجا هم خیلی قشنگ مثل یک دسته گل میرید بالا پایین، همه چیز رو میبینید. بذارید ما این صفحه رو برای شما بزرگتر کنیم یا یک صفحه کوچیکتری از فیسبوک رو انتخاب کنیم و به شما نشون بدیم. این رو هم ثابت نگه داریم، چند تا خبر از اینجا بخونیم، بعد بریم خبرها رو از اون قسمت لایو برای شما بخونیم. شما هم اگر مایل هستید که امروز شده 7101، اگر مایل هستید که نوشته‌ای، ویدیویی یا آدیویی، صدایی رو به گوش و چشم و مغز این 7100 نفر برسونید، این کار خیلی آسونه. با 10 دلار میتونید این کار رو انجام بدید. حتی اگه آدیو بفرستید من براتون عکس میذارم روش. باور کنید اون کاری که من وقتی که میذارم حداقل 50-60 دلار وقت میذارم، ولی من میخوام اون طرف که میاد برای خودش ارزش قائل بشه، حرف مفت نزنه، بفهمه آقا اگه میخواست کاغذم چاپ کنه 7000 تا کاغذ میشه چقدر؟ 7000 تا میشه 210 دلار، دونه 3 سنت هم اگه باشه، یا 7000 تا میشه 21 دلار، هر چیه دیگه 10 دلار نیست. این هم از این ماجرا. و ما خبرها رو اینجا میذاریم که شما بیاین ببینید. سعی میکنیم عکس و اینا هم یا کمتر بذاریم یا عکس در رابطه با این باشه که خبرها نزدیکتر باشه. چندین کشته در حمله مردان مسلح به نشریه شارلی ابدو در پاریس، که همین روی این لینک میزنید میره. مثلا اینو 3 ساعت قبل گذاشتیم، تا حالا 128 نفر آمدن تماشا کردن. مونا هم توضیح داده که این فرانسه بود که خمینی کمک کرد تا انقلابشو صادر کنه، اینم عوضش. بعد دوستان دیگه هم نوشتن، باز مثلا حسین نوشته که الحمدلله دست پرورده ها بلای جان خودشان شده. علی نوشته حالا هی از داعش حمایت کنید. و کی از دانش حمایت کرده علی جان؟ فکر نمیکنم فرانسه و اینا هم حمایت کرده باشن. خب مجید نوشته که قدر قدرت ها با سیاست های جنگ طلبانه و کشورهای عقب مانده و یا عقب نگاه داشته شده با فساد و استبدادشان، یه کلمه ای نوشته، گند زدن به اوضاع. مجید جان بیا از امروز با خودت قرار بذار، فکر کن اینم مثل توییتره، 140 تا حرف یا یکی دو تا جمله بیشتر نمیتونی بنویسی. سعی کن خلاصه نوشتن، اینجا میگن short and sweet، یعنی کوتاه، مفید، مختصر بنویس، اینجوری باشه. همش پیدا میشه تو نوشته ها، به جای اینکه حالا بهت نشون میدم وقتی جمله مینویسی نصفش میره پایین پیدا نمیشه. و اما برنامه دیشب آقای پرچونه اجرا شد، معلوم بود تعطیلی های این یکی دو هفته، اونم مریض شده، اونم گلو درد داشت و برنامهش باز در رابطه با تن فروشی و روسپیگری بود که چه کسی قربانی است. این رو هم 4 ساعت پیش گذاشتیم، تا حالا از طریق اینجا 68 نفر رفتن، از طریق یوتیوب 120 خورده ای رفتن. دوستانی که برنامه ایشون رو میبینید باهاش تماس بگیرید و حمایتش کنید. یه ویدیوی دیگه ای رو گذاشته بودیم، مصاحبه شاپور غلامرضا پهلوی. من به هیچ کدوم از اینا سعی میکنم لقب ندم. اگر کسی مقامی رفته باشه، کسب کرده باشه، دکتر باشه، مهندس باشه، اونم تازه با اکراه، من میگم در ارتش خدمت کرده باشه، سرهنگ شده باشه، ستوان شده باشه، تیمسار شده باشه، خب اون زحمت کشیده. ولی این چون این بچه فلانی بوده، از شکم اون اومده بیرون شده والا حضرت، اون یکی شده اولیا حضرت، اون یکی شده اعلی حضرت، خود پدر اینها گفت این پیشوندا و پسوندا را استفاده نکنید. و یکی از دلایلی که نشون میده شاه حتی به گفته پدر خودش احترام نذاشت همین بود که هی لقب آوردن
بهش دادن، این خبر نداشت که این لقب ها میشه لگد به سلطنت شاهنشاه، آریامه، بلند ارتش داران، خدایگان، فلان فلان. پدر صاحب بچه رو درآوردن و این هم از این ماجرا. خب مصاحبه کرده با آقای محمد رضا شاهید که تونم میبینید که اون وقتا میگفتن که پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. متاسفم که اینا پیرم شدن ولی پرهیزگار نشدن و مزخرفاتی میگه، حرفایی میزنه که اصلا چیز نیست و اینها. و میگم بزرگترین شانسی که خانواده پهلوی آوردن اینه که این آخوندا آمدن و خراب کردن، به وعد و وعیدهای خودشون عمل نکردن، به قدرت که رسیدن از شاه و دوربریاش بدتر شدن، دوستر شدن. این وسط ملت میگن صد رحمت به کفن دزد اولی، اقلا اون کفن بابا و نمیدونم فامیلمون اگه میدزدید توی روی مردش خرابکاری نمیکرد. این آخوندها آمدن و کفن رو که میدزدن روی مرده ها هم خرابکاری میکنن. شهریار اینجا گفته جالب اینه که با وجود حمایتی که از رضا پهلوی کرد، اما عکس رضا پهلوی پشت سرش نبود. خب اگه پشت سرش باشه که ممکنه معلوم نباشه، جلوش خودش نشسته، چون همه عکس ها رو که اونجا نشون ندادن. بررسی پیشنهاد همه پرسی رئیس جمهور ایران، اینم یه فیلمیه که بی بی سی گذاشته بود، بد نبود، اگه خواستید میتونید بیان نگاه کنید. و باز امروز ما اون DVD یا برنامه ششم آقای احمد علی مسعود انصاری رو گذاشتیم که تیترش این بود، گویا من قبلا اشتباه کردم توی تیترش، نوشته اگر خواهان بازگرداندن دیروز خود به فردا هستید پس. آها این باید بنویسن، من نمیدونم، پس فردا، پس بنابراین فردای ما امروز ما نخواهد بود، یکم جمله گیج کننده، شما نظرتون چیه؟ ولی یک دوست یه چیزی بهش اضافه کرده بود، من اون رو هم آوردم جزو تیتر. خوشبختی ما در سه جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز و امید به فردا. حالا همینجا باز ببینید آقای مجید خان وقتی بهت میگم خلاصه و مختصر بنویسی بهتره، باور کن من بد شما رو نمیخوام، من دوست دارم شماها بیان بنویسین، ولی خب نوشتید بیهوده گویی، بعد زیرش علامت فلان اینا. اون کسی که میاد همه بلد نیستن، همه وقت ندارن بیان اینجا بیشتر ببینید رو کلیک کنن، بعد تازه شما ببینید حالا هنر کردی، خط گذاشتی، نقاشی گذاشتی، بعد اینجوری مینویسی چرا به این روز افتادیم، ای کاش برگردیم به آن روزی که روز بعدش به این روز افتادیم، چه روز خوبی بود آن روز، چرا به این روز افتادیم، چرایش در همان روزی است که آرزوی محال بازگشتن به آن روز را داریم. رضا امیر عزیزی 16/1 نمیدونم اصلا این تاریخی مال کجا، 6/1/15، یعنی این شما از یکی دیگه برداشتی گذاشتی اینجا، نکن این کارا رو مجید جان. قشنگ سه خط اگه شما بنویسی سه خط پیداست. اینم از این، ما یه لایک هم میزنیم، این لایک هم یه معنی خیلی مزخرفی پیدا کرده دیگه، معنی اصلی خودش از دست داده. بله این دوستان، انسان اشرف مخلوقات هست، شما این فیلم رو اگه توی یوتیوب هستید برید ببینید، ببخشید روی فیسبوک هستید برید ببینید، حیوان برتر از انسان، کلیپی که دنیا را تکان داد، هم کم حجمه، میتونید وردارید این ور بذارید. و دوستانی که آمدن ببینید، دوستان قدرت فیسبوک براتون بگم، من این رو 17 ساعت قبل گذاشتم، 1211 نفر آمدن این رو دیدن. حالا شما به من بگو کجا میتونی $10 خرج کنی؟ آقا ویدیو رو بساز تو خونه رو یوتیوب بساز، کجا میتونی $10 خرج کنی به گوش و چشم و عقل و هوش 1211 نفر راه پیدا کنی؟ یک خانمی برای من امروز نوشته بود که من صفحه پروفایلم داره بسته میشه و شما لایک بزنید که بریم رو صفحه پیج. دوست عزیز، هر روزی هرچی زودتر پروفایلو ببندی و بری اون بهتره.
چون اصلا فیسبوک به نظر من کار افتضاحی انجام داد که این رو لیمیت کرد به 5000 تا و همه آمدن. اونایی که زودتر بلد شدن عوض کردن و ما دیدیم دیگه خیلی ها، مثلا خانم بهیه جیلانی من میدونم 4 تا 5 تا صفحه داره، بعضی ها 6 تا 7 تا، خود من 12 تا صفحه درست کرده بودم. هی میگه این 5000 تا زیاد شده، بهتم نمیگه برو پیج درست کن، بهت نمیگه برو فان پیج درست کن، بهت میگه برو یه صفحه دیگه درست کن. شما میری شماره 2 رو درست میکنی، خب دیگه هر کی اومد 2 دیگه 1 نمیره، هر کی رفت 1 2 رو بلد نیست. اگه مشکلاتی آخرش به این نتیجه رسیدیم که آقا بیا مردم تیوی رو به صورت بیزینس فان پیج باز کن، این دیگه 2 میلیون هم بره 10 میلیون هم بره هیچ خبری نیست. برای همون خانم هم نوشتم شما با 10 دلار میتونید حتی همین نوشته و صفحتون رو به بیش از 7100 نفر معرفی کنید. اینم از ولی از من نخواین هیچ چپ و راست مجانی اینو بذارم اونو بذارم. یه دوستی من گفت که من دارم دنبال یه تلویزیونی میگردم که برنامه هامو مجانی بذاره. گفتم قربونت هر وقت پیدا کردی به منم خبر بده تا منم بیام اونجا. البته خداییش اینجا جا داره من تشکر کنم از آقای ستار دلدار، با وجود که اختلاف عقیده دارم با ایشون، ولی ایشون چندین بار به من گفته بودن برنامه هم به من دادن اونجا، ولی من این برنامه من از سر ساعت شروع نکردن اینها متنفرم. حتی دیشب به این آقای بهروز پاکشی گفتم دوست عزیز وقتی ما به مردم میگیم 8 باید 8 شروع کنیم، شما تازه حالا 8 من میگم لینکت قطعه، میگی 10 دقیقه دیگه میام. خب این درست نیست، این بی احترامی به بیننده است. البته متاسفانه بیننده ها عادت کردن، طرف میاد میگه حالا فردا اگه اومدیم میایم دیگه، اگه نیومدیم خب نیومدیم. این موقعی که چیزا مجانی باشه پولی نباشه. در هر صورت به این دوستم گفتم اگه جایی پیدا کردی مجانی منم با خبر کن. اینم باز رسیدیم به ویدیوی آقای پرچونه که در همین یکی دو ساعتی که گذاشتیمش اینجا 126 نفرم اینجا اومدن دیدن. سقوط بی سابقه قیمت نفت در 5 سال و نیم اخیر که باز همین مجید، ببین مجید جان وقتی که اینجا دو خط می‌نویسی چقدر قشنگ پیداست. ببین به جای اینکه خط و نقطه پیدا باشه و اینها کجاست اینها، آره ببین قشنگ نوشتت کامل پیداست. پس باور کن وقتی میگن شورت اند سویت درست میگن. ایشون نوشته چه فرقی میکنه نفت بره بالا یا پایین، آدم میکشن، تجاوز میکنن، شکنجه میکنن، ممنوع خروج میکنن، چارقتو دهن بو میکنن، همش میکنن. خب دیگه اینم از این. و اما دیروز یه مقاله بود باز از آقای دکتر علی میرفسفس که چرا شاه رفت. بله میدونم فامیل ایشون میرفتروس هست، ایشون گویا در زمان شاه زندانی بوده و اینها. اینم از اونایی بوده که شنیدم واداده بعد حالا از این وری شده. و دکتر امیر اصلان افشار چرا شاه رفت، این مقاله هم به خوندنش نمیدونم میارزه نمیارزه، برید بخونید. مثلا این میگه که شاه وقتی خواست از اونجا بره از ایران گفت که کارتر به من گفته تو 2-3 روز برو مصر، بعدم حالا شما برو کادو بخر برای این کشور، اصلا توی دنیای دیگه ای برای خودش، برو کادو و گیفت و اینها بخر. و اما اینا رو تو فیسبوک بود، تا حالا ساعت دوم تازه میریم قسمت ببخشید قسمت لایو. سرود ایران در آذربایجان شمالی هشدار به تجزیه طلبا. آقا دوست نازنینی که اینو برای من فرستادی، شما یه تجزیه طلبی رو بیار تا من باهاش صحبت کنم، بهش بگم آقا اگه حق تو بدن، زبانت اونجوری باشه، تو مدرسه فلکت نکنن، رئیس نماینده شهرداری تو، نماینده مجلس تو، استاندارت مال همونجا باشه، بازم شما میخوای جدا بشی؟ والا بلا هیچ کدوم از اینا نمیخوان تجزیه بشن. اگر حقشون رو بهشون بدن، من و شما این خودمختاری و فدرالیزم رو با تجزیه طلبی اشتباه کردیم. دیدید دیگه آقای منوچهر رزمارا دکتر مملکتمون حالا بعد از 37 سال آمده یه نهضت آریایی درست کرده، تازه میگه جلوگیری میخوایم بکنیم از فدرالیزم.
خب این مایه ننگه که کسی تو سال 2014 تازه به این نتیجه رسیده باشه. و اما من به شما گفتم ما سالهای سال رفتیم تمرین ساز و تنبک و تار و اینها، ای کاش یاد گرفته بودیم به کار این سیاست و این کثافت‌های دروغگو نمی‌اومدیم، ولی استعداد نداشتیم، یاد نگرفتیم، همه هم گذاشتیم کنار و دارن خاک میخورن. اینجا برای شما یه موسیقی گذاشتم، این رو اون دوستی که فرستاده بود نوشته بود موسیقی الهیه ناز، این الهه ناز. و این خانمی که دو تا دست از مچ از آرنج به پایین نداره سنتور میزنه و خیلی هم زیبا میزنه. عشق من رو در آورد دیروز، برای دوستم نوشتم آقا صبح اول صبح عشق ما رو در آوردی، گفت باور کن منم اینجا داشتم عشق میریختم. بعد بهش گفتم خب بیا حالا من یه چی بهت بگم بخندی، گفت بگو. گفتم من حالا فهمیدم چرا من نتونستم سنتور بزنم یا تار بزنم، من نه که دوتا دستام درست بود، فکر کنم خیلی دراز بود، بلد نبودم، اگه دست نداشتم شاید میزدم. اون دوستم هم نوشت آقا من از خنده افتادم روی زمین و خدا بگم چه کارت کنه. دوستان عزیز بریم آگهی رو ببینیم و برگردیم. یه دونه آگهی داریم از نیویورک، یک حراجی هست که از فردا شروع میشه، 8، 9، 10، 11، اونایی که پالتو پوست میخوان بخرن، کاپشن میخوان بخرن، اینها برن اونجا و خودتون ببینید دیگه. این هم آدرسش، شما هم اگر سرویسی رو ارائه میکنید یا فروشنده وسائلی هستید و اینها، میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید. پس دقایقی بریم و برگردیم. مرسی. به اطلاع مشتریان عزیز میرساند گالری لافایت حراج بزرگ سالیانه خود را در هتل این ات گریت نک نیویورک واقع در شماره 30 کاتر میل رود در گریت نک نیویورک در روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه 8 تا 11 ژانویه 2015 برگزار می نماید. این حراج بزرگ گالری لافایت شامل پوشاک پوستی از قبیل مینک، چینچیلا، سیبل، پرشین لم و همچنین شال‌های مزین به پوست، کار معروف‌ترین دیزاینرهای اروپا و آمریکا، با قیمت‌های باور نکردنی تا 70% تخفیف به فروش می‌رسند. از این حراج بزرگ گالری لافایت با اجناس جدید و پوست‌های زیبا دیدن فرمایید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 و یا تارنمای lafairs.com تماس حاصل فرمایید. خب دوستان عزیز دیدید که این پاساژ آگهی های ما، بازار آگهی ها خیلی نقلی و کوچولو و کوچه قهرآشتی بود و باز هم با شما هستیم، ممنونم. توی این فاصله آقای ضیا مصطفی زاده لطف کردن یک پاسخی دادن به دوستانی که سوال کردن درباره طرح خودگردانی ملی. ایشون نوشتن که با سپاس از شما و بینندگان و هموطنان عزیزی در رابطه با طرح خودگردانی نگران پاسخگویی من هستند. نظر به این که این تنها راه رسیدن به بهروزی هممیهنان است، باید بگویم که این طرح بیش از 10 صفحه است و با توضیحات نزدیک به 30 صفحه می شود. بنابراین مطمئنن من درباره ابهامات از هر طریق ممکن توضیح خواهم داد و به تمام پرسش ها نیز پاسخ خواهم گفت. ارادتمند مصطفی زاده از هلند. ما هم این ارادتمند، همون کلمه مخلص، سینسیر، صادقانه، این خیلی قشنگه، کلمه خوبیه. زیر چیزای فارسی اینو بنویسید بد نیست. خب 3 تا 4 نوتیفیکیشن برای خودم میفرسه کلندر گوگل که از ساعت 3 تا 4 صبح بی برنامه داری دیگه. بعد یه مدتی به مغز خودمون اصلا چیز نمی کنیم، اطمینان نمی کنیم، همش میرسیم به این آلارم صبح و نمیدونم تقویم و فلان اینها. و اما روشنک رهایی فکر کنم این آقای سیامک ستوده باشه، بله، به پیوست روشنگر 90 را همراه
نوشته سیامک ستوده آموزش پرورش عرصه دخالتگری بیشتر جمهوری اسلامی در افغانستان و قسمت دهم خاطرات دوران سپری شده را برایتان ارسال میکنم. موفق باشید. روشنک. نمیدونم یعنی اینجوری که ایشون نوشته یا اسمشه یا خیلی از این دوستان وقتی تو کار نویسندگی و شعر و هنر و اینها میرن اسمای هنری یا اسمای ملخص میگفتن اونجا، مخلص نه ملخص. آموزش پرورش عرصه دخالتگری بیشتر جمهوری اسلامی در افغانستان. 1 ژانویه 2015 سیامک ستوده، وقتی خبر توافق جمهوری اسلامی با تمدید اقامت 450 هزار مهاجر افغانی برای 6 ماه اعلام شد، کمتر کسی به بخش دیگر و مهمتر این خبر که حاکی از دادن حق دخالت به جمهوری اسلامی در آموزش پرورش افغانستان بود توجهی به خرج داد. متن کامل این خبر از این قرار بود که در پی تمدید حق اقامت 450 مهاجر افغانی برای 6 ماه دیگر، جمهوری اسلامی متعهد شد اقدامات خود در خصوص ساخت مدارس ایران افغان در افغانستان، تهیه و تدوین کتب درسی، تدوین معیارهای آموزشی برای وزارت معارف افغانستان، انتقال تجارب آموزشی و تأمین سایر نیازهای وزارت معارف افغانستان را افزایش دهد. خب پاراگراف بزرگ، مقاله بزرگیه، من یه پاراگرافش خوندم. اگه کسی خواست به آقای سیامک ستوده مراجعه کنه یا همین کلمه روشنک رهایی یا روشنگر و این. خب ایران این کاری کرده، افغانستان ازش خواسته، اونم دخالت میکنه. حالا من و شما این وسط میتونیم چه کار کنیم؟ مردم باید چه کار کنن؟ آقای ستوده برنامه های خوبی رو شروع کرده بودید، زنگ میزدن، حقشون رو خورده بودن، شما برای اینها میرفتید دنبال حقشون و اینها، ولی اینی که شما میفرسی یه ایمیل، من که اینو میگیرم به عنوان یه ایرانی باید چه کار کنم؟ آقا من بلد نیستم. دوستان اشکال داره یه نفر بیاد بگید من بلد نیستم، به من بگید باید چه کار کنم؟ هر روز اینا سرشون تو کتاب می نویسن، ضمناً ناگفته نمانه، اولین مجری تلویزیون، برنامه ساز تلویزیون که حاضر شد با آقای سیامک ستوده مصاحبه کنه من بودم، ولی وقتی که مشهور شدن حالا دیگه ما رو نمی‌شناسن. روزگار غریبیست نازنی، واقعا روزگار بدی. در هر صورت اینم از این ماجرا، امیدوارم ایشون موفق باشه، به افشاگریاش ادامه بده، ولی به من بگن که نتیجه. من ایشون رو از سال 2001 میشناسم، 13 سال، احتمالا قبلش هم فعالیت کردن. نتیجه فعالیت های شما توی این 15 سال 20 سال چی بوده جز اینکه خودتون مریض شدید؟ بنده خدا جز اینکه برای خودتون دشمن پیدا کردید، دوستانتون هم باهاتون مخالف شدن، خیلی هایی که باهاشون هم رزم و هم صحبت و هم گام و هم سفره بودید امروز باهاتون صحبت نمیکنن. چی میخواستید؟ هدفتون چی بوده؟ برنامه‌تون برای رسیدن به هدف چی بوده؟ کجا رسیدید؟ از 1 تا 100 اگه قرار بوده، از 1 تا 10 اگه قرار بوده، به کجاش رسیدید؟ چندین کشته در حمله مردان مسلح به نشریه شارلی ابدو در پاریس. اجازه بدید که این رو از خبرنامه گویا من براتون هم بخونم هم نشون بدم. و بله اینجا نوشته که با کمرای 3 بهتون نشون میدم، ببینیم چی میگن چی نوشتن. پاریس صحنه تیراندازی شدید مردانی شد، مردانی که به سلاح سنگین مسلح بودند به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو حمله کردند. چندین نفر در این تیراندازی ها کشته شدند. احتمال می رود که این حمله کار اسلامگرایان تندرو باشد. رادیو زمانه اعلام کرد که 3 مرد مسلح به سلاح سنگین
صبح امروز چهارشنبه هفتم ژانویه 17 دی به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو در پاریس حمله کردند. در این حمله چندین نفر کشته شدن. بابا خبر ما که تازه تر از شما بود، 12 نفر گفتن کشته شده، تا اون موقع مست که 7 نفر یا تعداد زیادی هم زخمی شده. بعد من نمیدونم سلاح سنگین منظورتون مسلسل و اینها رو هم سلاح سنگین میگید یا اونها رو به اصطلاح اینجا بهش میگن سلاح‌های اتوماتیک. خیلی از دوستانم هستن من دیدم سلاح رو سلاح میگن، سلاح با ساته، از صلح و مصلحت و اینها میاد، ولی سلاح با سینه، از اسلحه میاد. شبکه خبری بی اف ام در فرانسه گفته است در یک فیلم ویدیویی نشان داده می شود که حمله کنندگان یک مأمور پلیس را به زمین زده، او را کتک می زنند و در همین حال یکی از آنها فریاد می زند ما انتقام حضرت محمد را می گیریم، شارلی ابدو مرده است. در یکی دیگر از فیلم هایی که در روزنامه نگاران از پشت بام گرفتند صدای الله اکبر به گوش میرسد و یکی از کارتونیست های نشریه شارلی ابدو به نام کوکو نیز به روزنامه اومانیته گفته حمله کنندگان از شبکه القاعده بودند. برنارد کازنو وزیر کشور فرانسه ظهر چهارشنبه با اعلام اینکه حمله کنندگان 3 نفر بودند گفت در این حمله 12 نفر کشته، 8 نفر زخمی که حال 4 تن از زخمی شدگان وخیم است. در میان کشته شدگان 2 مأمور پلیس و 4 تن از طراحان نشریه شارلی ابدو دیده می شوند. حمله کنندگان همه متواری شدند. اینجا هم آقای جان کری فوری آمد و صحبت کرد. حتی قرار بود که اوباما یک دیداری داشته باشه، دیدارشو به تعویق انداخت و قرار شد در این مورد صحبت کنن. هر دوشون گفتن که تروریست نمیتونه به اصطلاح جلو آزادی ها رو بگیره، ولی خودتون قضاوت کنید. مگه تروریست نمیخواست این آمریکا؟ من اولی که از آلمان آمدم اینجا وقتی مادرم میخواست بره مسافرت میرفتم تا توی هواپیما مادرم رو مینشوندم به اون پرستاره، به اون مهموندار هواپیما میگفتم که مواظبش باشید و اینجوری اینا، یه نفرم پیدا میکردیم فارسی بلد باشه میوادیم. حالا برید ببینید چی شده. حالا از دم درش بعضی وقتا دیگه میگه مسافر نیستی شما برو، این میرتش دیگه، میری پایین‌تر پاسپورت رو نگاه میکن، بعد میگه این اولیش، میری اون ورتر منو که هر وقت میبینن فوری دست میزنن و نمیدونم از این مواد میزنن ببینن من دیروز با بمبی چیزی کار نکردم، نمیدونم من قد ترسو هستم، اگه بمب اون ور بنویسن بمب من از این ور رد میشم. این همون کاری نبود که بن لادن میخواست سر مردم آمریکا بیاره که الان هر کسی میخواد حرف بزنه طرف برای دوستش نوشته که من دارم میام و یه باکس هم بیر میارم، این نوشته یه باکس هم بام میارم، عوض شده. میدونین تکست کورکشن ها خیلی قاطی میکنه. پلیس آمده و مأمور آمده و دو تا جوون خواستن 4 تا آبجو و قاچاقی بخورن. پس اینی که اینا میگن از همون فردا ببینید تو الان منطقه چی میشه. من باز وقتی آمدم اینجا وقتی بهم گفتن این کاخ سفیده گفتم اه، ما ماشین اونو پارک کردیم کنار خیابون، دوستم آقای صدیقی از آلمان اومده بود، ماشین اونو پارک کردیم کنار خیابون، نه پول هتل چیزی پارکینگ اینا، رفتیم جلو پارک جلو وایت هاوس عکس گرفتیم اومدیم سوار شدیم رفتیم. الان تو اون خیابونه که شما نمیتونی ماشین ببری، با پیادم که میری فنس گذاشتن، دو سه تا احمق هی از این فنس پریدن یه فنس دیگه گذاشتن جلوش. خب اگه 100 تا احمق برای شما میرین چی بود کاخ نیاوران بالای تپه، یادم یه دفعه اومدم ترون بعد نمیدونم کجا بودم بلد نبودم، طرف بهم گفت اونجا ببینی اون درخت اون بالا و بالا اولا، گفتم آره، گفت میگن اونجا کاخ نیاورانه، گفتم عجب کاخ بزرگی خوبی من دیدم اونجا تو درخت ها ببینی، آره اون کاخ نیاوران. چندین کشته در حمله مردان مسلح. مینا خانم نظرتو بگو، جمعه صدات رو پخش میکنم یا نامت رو
میخونم. آها اون روز دوستمون گفت آقا این آگهی ها رو اینجوری میذاری ما چشم درد میگیریم، چه کار کنم آگهی رو؟ خب اون کسی هم که پول آگهی داده از ما انتظار داره. و این دوستان برای این دوستمون آقای محسن یگانه، چون برنامه واشنگتن اکسترا بوده، قرار نبوده جزء تور آمریکا باشه، توی ویدیوشون نیست. و این دوستمون به من گفت که خودت یه چیزی بساز. گفتم من که فقط میتونم پوستر رو تو برنامه بذارم و بگم. دوستان امروز هفتمه، دهم ژانویه که میشه شنبه، آقای محسن یگانه، این خواننده که خیلی معروفه تو ایران و اینجا هم خیلی سوکسه میگفتن، داره چی میگفتن اینجا، میاد. تا الان هر برنامه گذاشته چیز بوده، سولد آوت، تمام بلیتاش فروش رفته. و اما یه نوشته ای از خبرگزاری فارس یکی از دوستان برای من فرستاده، اجازه بدین اینو هم براتون بخونم. چقدر خوب میشد که این مقاله و اینها رو کوتاه، واقعا اون کسی که توییتر رو اختراع کرد و محدود نگهش داشت، آفرین. خبرگزاری فارس نوشته که دینامیزم روند و شوند تغییر هندسی سامانه جهانی قدرت ممیز آمریکا و دو بیماری وال استریت و اسرائیل. دوستان جمله رو خوشتون آمد؟ این تیتر روزنامه‌های ایرانی، نشریه ایرانی این روزا با این زبان با هم صحبت میکنن و می‌نویسن. من و شما غریبه هستیم براشون. حالا بخونیم دوباره. نظم نوین جهانی، دینامیزم روند و شوند تغییر هندسی سامانه جهانی قدرت، بعد یه بکسلش یا ممیز گذاشته، آمریکا و دو بیماری وال استریت و اسرائیل. من نمیفهمم یعنی چی. در صورت که اون بالاش نوشته سه تا کلمه نظم نوین جهانی خیلی بهتره. اوکی. دنیای امروز با شتاب خیره کننده‌ای در حال عوض شدن است. طوفان عظیمی در جریان است که در مسیر خود تمامی سامانه‌های قدرت را از جا می‌کند و به پیش می‌رود. رؤیت نمای ساختار جهان آینده چندان مشکل نمی‌باشد. تو رو خدا شما برای ما پیشگویی جهان نکنید. شما توی پیشگویی نفت و پیشگویی فردای ایران موندید، مثل خر به گل موندید. این بیچاره خرا که به گل میمونن خیلی وضع بدیه، هرچی هم دست پا میزنه هی خسته تر میشه، پایین تر میره، هی گل میاد بالاتر. حالا اینها میان برای دنیا صحبت میکنن، نظریه میدن، میگه که بله با این شرایط ما میتونیم ببینیم که فردا چه اتفاق میفته. شما همونایی هستید که گفتید دیگه نفت، دوران ارزون شدن نفت گذشته. یه دفعه خبر نداشتید که فرکینگ میاد اینجوری پدر صاحب بچه رو در میاره، دیگه دنیا به نفت شما احتیاج نداره. بازم اون حاج محمد، شیخ محمد کیه توی دبی، اقلا اون فهمید که آقا این نفت 20 سال دیگه تموم میشه، شما برو یک کارهای دیگه انجام بده. کشورش رو اقلا یه جورایی برد به سمت توریستی. البته اونم دیگه ما مشکلمون همش اینی که یا شور شور یا بینمک بینمک. اونم همچین رفت که ورشکست شد. اگر قطر نبود کی بود بهش چند میلیارد دلار داد؟ اگه اونا نداده بودن سر همین ماجرا فکر کنم سکته کرد بیچاره. در هر صورت بازم اون، حالا این نشریه ها، شما پیشبینی خودتو پیشگویی فردا رو انجام بده. همین الان آقای شبستری ویدیویی رو فرستادن، میدونید که ایشون هر چهارشنبه آخر ماه، هر چهارشنبه یه برنامه‌ای دارن و هفته یک ماه یه هفته فقطشون براشون بازپخش کردن، بعد به این نتیجه رسیدن که هر روز باشن. ویدیوهای قدیمیشون رو دوباره میفرستن نشون میدن. این بار ویدیوی 27 آگست 2014 رو انتخاب کردن که من بعد از برنامه آقای مطلبی براتون ضبط میکنم و توی لیست جدید میگذارم. ممنون از آقای شبستری. شما هم میتونید مثل ایشون ویدیو
درست کنید و بیارید و به اصطلاح اینجا پخش کنید. و اما آقای کنت آر تیمرمن معرف حضورتون هستن، ایشون چندین بار هم مهمون من بودن، چندین بار هم میخواستن برای مجلس و اینها انتخابات شرکت کنن، شرکت کردن ولی به اصطلاح انتخاب نشدن. از طرف مثلا ریپابلیکن ها برای مریلند دیستریک 8 رفت سال 2012 که ما اینجا آگهیشون رو پخش میکردیم، انتخاب نشدن. من فکر کنم آقای تیمرمن دلیلی که مردم حتی ریپابلیکن ها شما رو انتخاب نمی کنن این هارد لاین بودن شما، هارد لاینر بودن شما یا تندرو یا سمت راست بودن خیلی شدید شماست که دیگه حتی اونا هم وحشت میکنن. و ایشون مقاله ای رو برای من فرستاده که فرانت پیج راجع به اصطلاح توی ایران اذیت میکنن و میگیرن و مخصوصا اینهایی که میرن اونجا کشیشن و نمیدونم چیزای مذهبی باز میکنن اینها. من گفتم که والا به نظر من نتونستم براش این رو توضیح بدم ولی فارسی میفهمه، دخترش که فارسی رو به خوبی صحبت میکنه، خودش سالهای سال لبنان بوده و اینها، فارسی رو میفهمه. گفتم که من انگلیسیش نمیدونم ضرب المثلش چی میشه که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. شما فکر ایران و افغانستان اینها رو ول کن، شما بیا به من بگو آمریکایی که گل سرسبد دنیا بوده امروز به اینجا رسیده، این وضع اقتصادش، این وضع بیکاریش، این وضع خانوادهش، این وضع اونایی که مسئول مملکت هستن، گاورنر ما رو دارن میبرن گاورنر قبلی رو دارن میبرن زندان، نماینده استاتون رو دارن میبرن زندان. همین پریشب آقای جان استوارت گفت که خب سال 2015 شد و داریم آماده میشیم برای انتخابات. و از همین منطقه ما آقای جیم وب، مرد بسیار خوبی هم هست، گفت که این اسم نوشته که میخواد رئیس جمهور بشه و گفت خب خدا رو شکر حالا چون اول اومدن هنوز خبری نیست از کسافتکاری های خودشون و خانوادهشون اینها، بعد ادا در میاره اینجوری میکنه، یعنی تو گوشش یه چیزی گفتن، بعد میگه اوه همین الان گفتن که 90 هزار دلار فامیلش سوء استفاده کرده، دخترش و خانمش. حالا این کسیه که سناتور هست، نماینده مجلس هست، خودش تو جنگ شرکت کرده، بچهش الان تو جنگ هست و اینها، ولی این قدرت من نمیدونم چیه آقای تیمرمن، قدرت نمیدونم چیه که هر کی میرسه فاسد میشه. اون وقت شما که منزلت با این مجلس و وایت هاوس و اینها نیم ساعتم راه نیست، آقا اینجا رو درست کن، ایران اصلا تو سرشون بخوره، اونجا رو ول کن. نه حالا ببینیم یه وقتی فرصت بشه با ایشون هم صحبتی کنیم، ببینیم که اینا حرف حسابشون چی هست و چی میگن، آقای کنت تیمرمن. و اما سرویس از بله از پیپال 28مین همایش بین المللی وحدت اسلامی، این عکس خیلی جالبه، اجازه بدید من بعد از این تبلیغ بهتون نشون بدم. این توی ایران هست عکس ها، فارس نیوز این عکس رو گذاشته و آقای مسعود میرزا هم برای ما فرستاده. من اینا رو یک کمی باید تنبل بازی رو کنار بذارم، یک عکس‌ها رو مثل قدیم از زودتر حاضر کنم برای شما که هی این ور اون ور نباشه. نوشته که این یکی رو نگاه کنید، بعدم این آقای آخوندی که اینم یکی دیگرش، این همون کاکل آل عبا می باشن، این ماجرای چی خانواده آل عبا چی میگن، این بوده که میدونید که حضرت محمد وقتی که به اصطلاح نوه‌هاش حسن و حسین و اینها همراهش بودن، وقتی که تو بازار و چیز میرفته یه جایی اسبی میمده و گرد و خاکی میشد و اینها، این بچه‌ها رو نوه‌هاش رو میگرفته زیر عباش و اون پنج تن آل عبا اینا هستن، نمیدونم حسن حسین علی اصغر کیه، فکر کنم اینا باشن. بله مگر امامه و کاکل ما چه عیبی داره که یارو
چهار پایه سرش گذاشته. خب ببین آقای مسعود سهیلی عزیز، اینا همونجوری که شما رفته بودی تونس اون کلاه بوقی رو گذاشته بودی سرت، اینا یه رسم و رسوماتی هست که وقتی که ما میگیم رسم و رسومات رو باید بندازین دور، شما فریاد میزنی که نه آقا. وقتی که یک کسی رسم و رسومات رو رعایت میکنه شما مسخرش میکنید. اقلا مثل ما بیا بگو همش بده، نه یکیش خوبه یکیش بده. بلش بریم سراغ سازمان نیک. نوشته که فردا 8 ژانویه هپی آور دارن، ساعت خوش. در کجا؟ این تعداد دوستان جوانی که اونجا میرن صحبت میکنن. اگر حتی مخالفید اونجا جای خوبی که باشون بحث کنید، دعوا نه بحث کنید، برید اونجا باشون صحبت کنید، بگید آقای نیاک، خانم نیاک، دوستانی که در نیاک شما میرید میگید که جنگ نباید بشه، باید با صحبت کارا درست بشه، من مخالف شما هستم. نوشته که نیاک National Iranian American Council Happy Hour Thursday January 8 at 6 to 9 Beacon Bar and Grill. این اسمشه. کجا هست؟ 1615 رود آیلند اونیو نورت وست واشنگتن دی سی، درست همین مرکز شهر و واشنگتن و اینها، خیلی نزدیک به همه چیز. برید اونجا ساعتی 3 ساعت. ما اون وقتا میرفتیم قدیما که جوانتر بودم، من با محمد علی میرفتم توی این برنامه هپی آور اینها دوستان، و خب صحبت میکنی با یه سری جوانی که بعضی هاشون هم سن و سال بچه های من بودن، الان هنوز هم هستن، و میبینی که اینها رفتن درس اینجا رو خوندن، الکی نمیان راجع به سیاست صحبت کنن وقتی که تو کشوری بودن که دیکتاتوری بوده، سیاست اصلا ما نمیدونستیم کجا باید بریم یاد بگیریم. بله خب حالا یک کمی به قول آقای پرویز مینویی زنگ تفریح. دوستان اینایی که برنامه اجرا میکنن بعد میگه حالا ما یه تنفس کوتاهی بگیریم و بیایم، یعنی اون وقت حالا که اینا داشتن حرف میزدن تنفس نمیکردن، حالا بریک کوتاه که آمریکایی ها میگن شورت بریک، یا این تنفس توی مدرسه ها هم نه، اونجا میگفتن استراحت ها یا زنگ تفریح، چی میگفتن؟ چی باید بگیم اصلا؟ عجب قاطی کردیم و فارسی یادمون رفته، آلمانی هم یاد نگرفتیم، انگلیسی هم یاد نگرفتیم. ادبیات پشت کامیون. نوشته لاستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن، بوق نزن جیان، میام میخورمت. بر در و دیوار قلبم نوشتم ورود ممنوع، عشق آمد و گفت بی سوادم. قربان وجودم که وجودت ز وجودت به وجود آمده مادر. یادتونه بعض پشت بعضی هاش نوشته بود من مشتعل عشق علیم چه کنم، من هیچ وقت نمیتونستم اینو بخونم، تا آخرش یه نفر برای من خوندش. خب این چه مرضیه که اینجوری مینویسن؟ حالا باز این یکی جدا جداست، اینو دیده بودید؟ الان امتحان کنید، یه چیزی هم هست که میشه بچسبونینش به هم، من مشتعل عشق علیم چه کنم، پشت تاکسی بار پشت ماشینا نوشته بود، من گفتم این چی نوشته، میم مشلی من مشلی اشلی پشل. آخر نه پسرم من بود گفت بابا این نوشته، من تام یکی دیگه بهت گفته، ولی این امکان نداره کسی اینو بتونه بخونه. همون من مشتعل هم اول میخونه منم شتپلو بود طلبی رو. قربان وجودت که وجودم ز وجودت به وجود آمده مادر، شتاب مکن مقصد خاک است. رادیات عشق من از بحر تو آمد به جوش، گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم. تو هم قشنگی، کاش جاده زندگی هم دنده عقب داشت، سرپایینی برنده سربالایی شرمنده، کاش میشد سرنوشت را از سر نوشت، تند رفتن که نشد مردی، چشم انتظارم که برگردی، یا اقدس یا هیچ کس. این طرف عاشق اقدس بوده. زندگی این حالا که اسم اقدس اومد، دوستان به من اون روز گفتن که آقای سوربی شما تو برنامه‌هات اشتباه کردی، اون کتاب
ایقان رو بله به فارسی هست، ولی کتاب اقدس رو بعد از 160 سال 170 سال هنوز به فارسی نمیتونی پیدا کنی. و من یادم افتاد وقتی من کتاب اقدس رو خواستم، دوستمون آقای کارگر لطف کرد کتاب رو آورد ولی به زبان انگلیسیه. گفتم حالا بابا من اقلا عربی بود چهار کلمهش میفهمیدیم، حالا دیگه انگلیسی با اینجوری ترجمه از اون، اگر از عربی به انگلیسی ترجمه شده شاید از آقای مطلبی امروز بپرسم کتاب اقدس، چون اون روزم تو برنامه ایشون گفتم که کتابا رو من تو این با فارسی دیدم، نه کتاب اقدس رو من به فارسی ندیدم. خب یا اقدس یا هیچ کس. زندگی زندگی نگهدار پیاده میشم، ای ماشین با مرام نشو نامرد با ما، محبت از درخت آموز که سایه از سر هیزم شکن هم بر نمیدارد. این چیزای بیکاریه دیگه. دریای غم ساحل ندارد، قربون دل غریب پرسته، از عشق تو لیلی رفتم زیر تریلی، دنبالم نیا اسیر میشی، در بیابانها اگر صد سال سرگردان شوی، به که اندر خانت محتاج نامردان شوی. اینم از این ماجرا. خبرنامه وبسایت آسمان دیلی نیوز رو براتون بخونم یا بس از این خبرها؟ خبر خوب که نیست که. دوستان باید کاری کرد که این قاضی جنایتکار که تاکنون چندین حکم سنگین برای آزادی خواهان صادر کرده است، دوستان جمله بندی رو ببینید، تو رو خدا نگاه کنید، من اگه چیز کنم شما فکر میکنید من دارم اینجا اغراق میکنم، اگزاجوریت میکنم. ببینید این رو دوستمون ایمیل برای من فرستاده، تمامشم تا اینجا بهتون نشون میدم که ببینید. شما جمله رو فقط بخونید، حالا اینو با ایمیل فرستادن. دوستان باید کاری کرد این قاضی جنایتکار تاکنون چندین حکم سنگین آزادی خواهان صادر کرده است، برای آزادی خواهان صادر کرد. خب چه کار باید بکنیم؟ کجا؟ چی؟ قبلی که کردیم چی شد؟ احضار کوروش زعیم به دادگاه انقلاب برای محاکمه در شعبه در شعبه 15 قاضی صلواتی در روز 23 دی ماه 1393. امروز 17 دی ماه مگه نیست؟ دی بهمن. حالا این تاریخشم احضار، آها گفتنش 23 بیاد دادگاه. خب آقای زعیم که از دادگاه نمیترسه، وقتی که فعالان سیاسی ما مثل اون آقای چیز میگنش از زندان برو بیرون، میگه من نمیرم، دستگیر شدن و زندان رفتن، اینا یه چیزی شده که بهش افتخار میکنن. وقتی که خود اینا بهش افتخار میکنن، دوست نازنین من و شما که نشستیم خارج با آقای صلواتی میخوام چیکار کنم؟ فهرست جرمهای کورش زعیم، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهور اسلامی، اقدام علیه منافع ملی، عضویت و فعالیت در گروهک غیرقانونی جبهه ملی ایران. میدونی کی این کارو کرد؟ دوستانی که ویدیو گذاشتن، اگه اشتباه نکنم آقای دکتر احمدی هست، خانم نهضت یحیی‌زاده و اینا هم اینا رو پخش میکنن که ببینید مگه جمهور، مگه این جبهه ملی نمیگه که ما مخالف آخونده هستیم، چگونه تو ایران آزادن، چگونه میذارن فعالیت کنن؟ آخونده میگه خب حالا بس بگیریمش، میگیرنش. دوست نازنین من، تنها کاری که ماها تا حالا کردیم اینه که اینو اونو تحویل آخونده دادیم، اونم کت بسته، دست بسته. این کتف و اینا رو تو ایران میگفتن کت، کبوتر هم وقتی دوتا چشم بستن میگفتن کبوتر کت بسته، آچه نمیدونم کتف جودف شده کت. سرور فرزانه و ایران دوست، مدیر تلویزیون مردم، با درود و با آرزوی بهزیستی این نوشته را برایتان میفرستم. مهرتان به ایران زمین و مردم آزاده آن افزون باد. خب دوست نازنین،
شما چندین بار اینا رو فرستادی، منم چندین بار خوندمش، ولی شما که نه حاضری بیای خودت صحبت کنی، فقط به این و اون فوش نه تهمت میزنی، اتهام میزنی، توهین، نمیدونم حال دیگه بگم. این آقای صبری از سنپور قشنگ میگفت سه تا ت: تهمت، توهین، تهدید. خب چرا من باید اینو بخونم؟ من میگم شما $10 بذار این نوشته رو ما بذاریم اونجا، هر کی هم گفت برای شما بفرستیم، ایمیلتو داریم، میگیم آقا اینها بیا. ولی من بیام بخونم که نظر شما بشه نظر من، من چرا این کارو بکنم؟ من نمیشناسم آقای مسعود بهنود. آقای مسعود بهنود تو دستگاه شاه بوده، تو تلویزیون شاه بوده، بعد انقلاب شده از این وری شده، بعد حالا از اون وری شده، اینا ماشاءالله فلیپ فلاپن، هی اینجوری فلیپ فلیپ، اینجا دمپایی ها رو میگن فلیپ فلا. در هر صورت ما یه سری امکانات داریم دوستان من، بیاین ازش استفاده کنید، نه که من بگید این کارو برای من انجام بده، این کارو برای من انجام بده، این کارو برای من انجام بده. آها، یه خدمت کوچولویی ما اینجا انجام میدیم، بهش هم افتخار میکنیم. اینی که یه نفر مشکلی داره، ایمیلی چیزی بلد نیست، بهش میگیم این کارو انجام بده، بعد برای من میگه آقا خدا پدرت بیام از روز که گفتی من راحت شد. دیروز آقایی به نام علی کجاست؟ نمیدونم نوشته 123 مونترا. اوکی. سلام آقای سوربی، من علی هستم. ها میدونستم اسمش علی. من علی هستم از کانادا. آیا شما از تلفن اینترنتی استفاده میکنید که با وایپ، وایس اوور اینترنت پروتکل، وایپ معروفه؟ اگر جواب مثبته لطف میکنید اسم کمپانی رو بدین، من اینجا پناهنده هستم، دنبال تلفن اینترنتی ارزون هستم، مرسی از لطفتون. علی جان من از شما ممنونم، سه خط نوشتی چقدر قشنگ، سلامتو کردی، اسمتو گفتی، تشکرتو کردی، سوالتم پرسیدی به این واضحی. طرف برای من روز ایمیل فرستاده آقا برای من اینو بفرستید، میگم آقا من 100 تا چی صحبت کردم تو برنامه، حداقل بگو درباره فلان این ایمیل رو برای من بفرست. همون موقع من برای دیروز نوشتم، از دوستمون بهروز تو کانادا هم سوال کردم، ایشون هم گفت که دیگه این روزا کسی پول تلفن نمیده، همه یا ماجیک جک میخرن یا رو تلفن‌هاشون تلفن‌های دیگه دارن. اگر تلفن اینترنتی میخوای گوگل وایس، وایپ. من گفتم این بیچاره هی میگفت که ما اینقدر تلفنمون قطع میشه، فلان میشه، بیسار. گفتم خب برو ماجیک جک بگی، رب ماجیک جک گره، ماجیک جک ما این $3، ولی گوگل وایس از ماجیک جک هم بهتره. ماجیک جک هنوز اون آپشن، ابیلیتی، حق انتخاب تکست رو نداره، در صورتی که گوگل وایس تکست برات میفرسه، مسیج میگیره، زنگ میزنه. کانادا و آمریکا مجانی. من برای دوستم هم نوشتم آقا من این کمکره که به یه پناهجو پناهنده میکنم که مایی $20، $10، $30 نره بده پول تلفن، از این استفاده کنه، این خوشی منه. منو چهره عزیزی که نامه هنوز اینجاست، من این نامه ها رو هفته تا هفته به اصطلاح چیز میکنم، میذارم توی فایل و فولدر و کابین و اینها، این دو سه روز وقت نکردم. گفتم بارها اون آقای اصغر پیر احمدی یا اصغر پیر احمدیان که بت پرسته، خودش نمیدونه که خودش با حماقتش رژیم شاه رو ریخته پایین و الانم توی آمریکا یا هر جا هست با فحاشی فکر میکنه میتونه جلو بره. بعضی وقتا میگم آبا من اصلا دیوونم با این آدم احمق دزدی اینجوری، که حالا تازه اون که کمال پیر احمدی بود، کشتیگیر بود، رفت شناسنامه قلابی برداشت که بره جزو جوانان، و این چه هنریه که شما 20 سالت باشه بیا با جوانای 15-16 ساله بزنی بیچاره رو زمین. خب اون تازه ورزشکار خانواده اینا بوده، خانواده پیر احمدی ها. زنگ بزنید به این اصغر پیر احمدی بگید خفشه. اوکی؟ میگم آقا من دیوانم، خودم به مردم میگم یک کس که احمقه ولش کن برو حرف نزن، خودم میام هر روز وای میسم اینجا این کارو میکنم، برم آقا دنبال زندگیم. دیگه دیدید که من میرم یه بعد از ظهر فیلم میگیرم $600، $900، $700 در میارم، $200، $300 در میارم.
از تولد تا مرگم این کارو انجام میده. ولی دیوونه شما هستیم دیگه، میان خودمون علاف میکنیم. مینا خانم از اون ور، اون یکی از اون ور، هیچ کدومشون هم لطف ندارن $2 $10 $5 خودشون رو متعهد کنن چک بفرستن. اون موقع است که وقتی منوچهر چک میفرسه سه ماه ایدی هم میده میگه این فرق میکنه. ما برای بیش از 7000 نفر اینجا، بیش از 3000 نفر، 10000 نفر نوشتیم ایام عید است، ایام فلان است و اینها. شما فکر کنید چند نفر لطف کردن $10 $20 بفرستن، در صورتی که اینجا کسی که میاد خونمون رو تمیز میکنه ایام عید باید $100 بهش عیدی بدیم. پستچی که کارمند دولت حقوقش از من و شما زیادتره باید $20 بهش بدیم، غیر قانونیه، بیشتر پول نداره. آرایشگاه میری پول یه دفعه آرایشگاه تو باید بهش بدی. اون وقت این آشغالیان بیچارا میگرفتن، ولی الان دیگه چون با ماشین میاد تو بلند میکنه کسی نمیبینتش، اون مثل ربات نشسته اونها، اینا میگرفتن دیگه. کسای دیگه هم هستن که هی باید تیپ بدی. میری رستوران، رستورانی که دائم میری باید تقریبا پول یک جلسه رو بهشون تیپ بدی. ولی شما یک سال برنامه ها رو نگاه میکنی و هم میگه آقا من کسی گفته بیا تلویزیون باز کن، و اون طرف آقا برو یه برنامه دیگر رو نگاه کن. مگه تو مجبوری احمد علی مسعود انصاری رو نگاه کنی که پسر خاله فرح هست و توی همین خانواده بوده، حالا اومده داره میگه که توی این خانواده چه افتضاحایی بوده که به اینجا رسیده؟ در صورت علی جان گوگل وایس به نظر من بهترین. و اما اون نامه نوشته دکتر امیر اصلان افشار رو گفتم که گویا 180 ساعت آقای علی میرفسفس باهاش صحبت کرده، از بس فسفس میکنه. و این هم از این آقایی یا خانمی به نام بهمنفر، ایشون هم از همون دوستانیه که از جبهه ملی ایران فقط مینویسن و هر کدومشون بگی آقا $5 بده تا ما اینو بخونیم تبلیغ کنیم اینا، میگه حالا میدونید که ما در شرایطی هستیم که راجع به پول نباید صحبت کنیم، اول مملکتمون رو آزاد کنیم. بیانیه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران، اینجا بیانیه صادر میکنن، اونجا اونا میگیرن میندازنشون زندان. اینم شده کار ما. من و شما هی میخونیم، هی برای دیگران میفرستیم. اگر وطنتان را دوست دارید این را برای 5 نفر بفرستید. درست یادم اون وقتا میام که پشت سینما مترو نوشته بود بر پدر و مادرت اگه لعنت اگه اینجا بششید. سینمامون الان شده کامپیوتر، تابلو هم شده همین. اگر این را دوست نداری برای فلان بفرست. خب و اما علی شیرازی عزیز برای ما یک دوتا عکس فرستاده که این اون روز ما در رابطه با تعظیم کردن اوباما و به عربا و اینها صحبت کردیم، گویا از همون موقع این چیزه را افتاده. اینجا نوشته که بامدادتان خوش، روزی بود روزگاری بود، محمد رضا شاهی بود و اوبامایی هست که فقط برای حافظه تاریخی. به آقای اوباما که جلو پادشاه عربستان دولا شده توجه کنید، روزگار است دیگر. خیلی بزنم اینجا این پایین عکس اوباماست که اینجا ریپابلیکن ها خیلی ایراد گرفتن که چرا این به اصطلاح این باو یا ادای احترام دولا شدن. و اینم آقای شاه، خیلی خوشحالم قبل از اینکه من این عکس دستم بیاد گفتم که ای کاش رهبران کشورهای دیگه هم می فهمیدن کی دولا بشن، به موقع دولا بشن که امروز نفت بشه $50. ولی این آقا وایساده اینجا نمیدونه که همین عربا دارن زیر پاش رو خالی میکنن، ولی خوشحال بوده که اینها دولا بودن جلوش. بفهم خب حالا که چی؟ بعد نشته این عکس چند هزار تا لایک داره، خودتون رو کشتید 547 زده که چی؟ مرده که شاه عربستان هنوز زنده است، ولی عهدش کم کم داره میمیره،
ولی هنوز زنده است، شاه بیچاره 10 تا کفن پوسونده. که چی؟ افتخار شما اینه که اون شیخ جلو این دولا شده؟ اون شیخ کی بوده اصلا که جلو این دولا شده؟ ای داده بیدا قشنگ نوشه آقای انصاری. اگه دنبال این هستی که دیروزتون رو بیارید بذارید فردا، پس یا بنابراین فرداتون چی میشه؟ خیلی معما شد. بس دیگه، بریم دنبال کار زندگی. ساعت 4 با آقای عنایت مطلبی هستیم از استرالیا. یه فیلمی هست جمعه براتون میذارم، نشون میده که چجوری انار رو دون کنید. همیشه مشکله دیگه، نه؟ بعضیا از خیرش میگذشتن، آب لموش میکردن، بعضیا روزا میرن آبشو میگیرن میخورن. انقدر ساده اینو باز میکنه و آدم مات میمونه که اینا رو ملت از کجا میشینن چی میکنه. این سر انار رو شما ببری میبینی که چند قسمت پره پره است. یکیش 5 قسمته، یه انار 7 قسمته، یه انار 8 قسمته. قشنگ این قسمت‌ها رو کات میکنی، اینجوری که میکنی اینا باز میشه. چی بهش میگفتن؟ مثل تاج خروس، این تیک تیک ها قشنگ پوسار هم از وسطش میکشه بیرون. براتون الان نشون بدم؟ آره وقت داریم، یه اجازه بدین، یه دقیقه بیشتر نیست. بذار ببینم میتونم پیداش کنم. اوپن انارم نوشتم اسمشو، بیان با هم بریم ببینیم و برگردیم. انار، انار، انار. البته دوربینش تکون میخوره و اینا، معلومه با یه تلفن چیز گرفته. بذارید من این رو براتون خاموش کنم. اون رو کامرای 4 نشون داده میشه، پلیر 4 هستید؟ صداشم ببندیم بهتره. بفرمایید. اوپس ببخشید، من دارم 5 بهتون نشون میدم. این صدا هم نداره چون صدای دوربین و اینا میاد. ببینید یکم پایین تر، معمولا ما اون بالاتر رو کات میکنیم، یکم پایین تر ولی تا داخل پوست نمیره. بعدم قشنگ اینجوری تیک تیک میکنه که اون بالاش یا تاجش هرچیه باشتش، اون سرشیه. بعد حالا ببینید چجوری قشنگ با چاقو اونه بار میداره. بعد حالا شما پره ها رو میبینی کجا اینا از هم جدا هستن. نمیدونم میتونه نشون بده یا یعنی به دقت. من این امتحان رو کردم، دوتا انار مثلا در عرض 5 دقیقه میتونید دون کنید، قاشق بیافتید با قاشق و نمک و گلپر به جونش. چرا با انار گلپر میخورد؟ نگاه کن ببینید چقدر قشنگ. این مثلا 6 قسمت بوده. بله. بعد ببینید اون وسطش هم میاره بیرون. عجب اناری. اینو بلد بودید تا حالا؟ حالا از امروز به بعد هر وقت این کار میکنید یاد من میفتید که یه چیزی اینجا یاد گرفتید. منم یاد اون دوستم میفتم که یه چیزی از اون یاد گرفتم. همه زندگی یعنی همین. که علی اگر رفت تلفن مجانی گرفت، هر وقت اون تلفن استفاده میکنه یادش میاد که سوربی توی تلویزیون ایرانی بالاخره پیدا شد، جوابشو داد و اینجوری. همینجا دیگه بستمون. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه آقای مطلبی و پس از اون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه آقای پرویز مینویی. و برای همه این برنامه ها شما میتونید تماس بگیرید، پیام بفرستید. اتفاقا امروز سوالی که از آقای مطلبی میکنیم درباره اون دوست بهایی هست که هفته پیش سوال کرده بود و وقت نشد. باور کنید من باور نمیکردم که آقای مطلبی در این مورد بخواد یا حاضر بشه صحبت کنه، ولی ایشون گفت که یکی از سوالا همین باشه. پس برنامه ها نگاه کنید، به دیگران هم معرفی کنید. از اینکه بین این همه رادیو تلویزیون تلویزیون مردم رو انتخاب کردید ممنونم. لطف کنید به دیگران هم معرفی کنید، یه لطف بیشتری کنید، حمایت کنید تا ما همه مخارج رو از جیب خودمون ندیم. مرسی.